با سلام به همه شما بینندگان و همراهان گرامی تلویزیون کانال جدید. برنامه‌ای که ملاحظه می‌کنید به مناسبت سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران تهیه و تقدیم به شما عزیزان میشه. شیرین شمس هستم از جانب خودم و به همراه تمام دست‌اندرکاران این ویژه برنامه به مراسم سالگرد حزب خوش آمدید. در ابتدا از همه شما همراهان گرامی میخوام که با هم به یاد تمام جانباختگان راه آزادی، به یاد مهسا، نیکا، سارینا، حدیث، حنانه و غزاله، به یاد محسن و کیان و کیانها یک دقیقه سکوت کنیم. سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران در حالی فرا میرسه که ما در دل یک انقلاب کوبنده هستیم که دنیا رو تکون داده. انقلابی با شعار زن، زندگی، آزادی که شعله های درخشان امید و آرمان یک زندگی بهتر رو نه تنها برای مردم ایران، حتی برای مردم جهان هم روشن کرده. ما در متن انقلابی هستیم که در چشمانداز این حزب بوده و از همون روز تأسیس برای وقوع اون تلاش بیوقفه و مبارزه مستمر رو در دستور کار خودش قرار داده. این مراسم، مراسم سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران و بزرگداشت یک انقلاب تمام عیار هست. با ما همراه باشید. ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزا که بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبالگن و آرزوهاش، برای اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی از درخت های فرسوده، برای پیروز و اعتمان انقراضش، برای سگ های بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای توخالی، برای آوار خونه های بوشهری، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزاده، برای آزاده، برای آزاده، برای آزاده. سپاس از همراهی همه شما بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید و با تشکر از حضور شرکت کنندگان در این مراسم. در ابتدای این مراسم میشنویم سخنرانی حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران. سلام میکنم حمید تقوایی، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خیلی متشکرم. منم به سام خودم خوش آمد میگم به همه دوستان عزیزی که
در این جلسه اینترنتی حضور دارن، یا همه عزیزانی که از طریق کانال جدید یا دیگر پلتفرم های مدیا اجتماعی این برنامه رو دنبال میکنن. خب این برنامه به مناسبت 31 سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگر ایران هست، ولی امروز ما فقط به این مناسبت نیست که دور هم جمع شدیم. این برنامه همچنین گرامی داشت و بزرگ داشت انقلاب باشکوهی هست که این که حزب ما همیشه اون رو در چشم انداز داشته و براش مبارزه کرده. در واقع به یک معنا سالگرد حزب، جشن سالگرد حزب با بزرگ داشت و گرامی داشت و عرض گذاشتن به این انقلاب عظیم در هم تنیده شده. خب حزب کمونیست کارگر ایران از روز بعد تشکیلش، از روز اول تاکیدش همیشه بر اهمیت انقلاب، ضرورت انقلاب، مطلوبیت انقلاب بوده برای رهایی جامعه، برای رهایی همه کسانی که میخوان جمهوری اسلامی رو جارو کنن، میخوان به آزادی برسن، به برابری برسن، به عدالت برسن، به رفاه برسن. این حزب این پرچم رو در دست داشته و امروز میبینیم تمام نیروهای اپوزیسیون، تمام مردم ایران و نه فقط ایران بلکه همه مردم جهان الان در برابر این انقلاب عظیم سر تعظیم فرود میارن و اون رو به عنوان انقلاب زنانه همه جا به رسمیت میشناسن. انقلاب زنانه هم پرچمش در دست حزب ما بود، مدت ها برای این مبارزه کردیم. رهبر این حزب منصور حکمت عزیز که متاسفانه رو زود از دست دادیم 20 سال پیش پیش بینی کرد که انقلاب ایران زنانه خواهد بود و امروز با این واقعیت باشکوه همه ما روبرویم و همه اذعان دارن که این یک انقلاب زنانه است. این انقلاب زنانه است ولی مسئلهش مسئله آزادی و رهایی کل جامعه است، مسئله برابری، علیه همه تبعیضات، علیه اعدام، علیه سرکوب، برای برخورداری از کرامت انسانی، معیشت و کرامت، برای در هم کوبیدن فاصله بین حقوق‌های نجوبی و فلاکت عمومی، برای آزادی همه کسانی که از تبعیض ملی، قومی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی در رنج هستند. انقلابی هست علیه کل این جهنمی که جمهوری اسلامی درست کرده و در همه این عرصه‌ها ما افتخار ما این است که ما حزب فعالی بودیم و جنگیدیم و تا امروز این جنگ هنوز ادامه داره. تا این بار به میدان آمده آمدن میلیون ها در ایران و در جهان برای اینکه این مبارزه به پیروزی برسه. انقلاب جاری، انقلاب امروز، انقلاب زن زندگی آزادی با اعتراض علیه حجاب شروع شد، با آتش زدن حجاب ها، دور سرچرخاندن حجاب ها، کنار زدن حجاب ها و مبارزه علیه حجاب پرچمی بود که حزب ما همیشه برافراشته بود. اون زمانی که خیلی ها میگفتن حجاب مسئله فرعی است یا باید به مسائل دیگری پرداخت غیره، ما نه تنها در 8 مارس ها بلکه به هر مناسبتی حجاب رو به عنوان پرچم جنبش ضد انسانی اسلام سیاسی، به عنوان ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب جامعه، به عنوان دیوار آپارتاید جنسی همیشه به چالش کشیدیم، باش مبارزه کردیم و انقلاب حاضر انقلابی است که با همین مسئله شعله ور شد، شروع شد و شعله ور شد و امروز برداشتن حجاب ها یک فرم عمومی اعتراض است از جانب دانش آموزان، دانشیان و همه زنان در اون جامعه. ما علیه اعدام جنگیدیم، تعداد زیادی از اعدام نجات دادیم، اعدام به عنوان قتل عمد دولتی رو به دنیا معرفی کردیم و از همه مردم ایران و همه مردم جهان خواستیم که علیه اعدام ها در ایران به پا بخیزن و امروز میبینیم مبارزه علیه اعدام یک پرچم این انقلاب جاری هست. جمهوری اسلامی همچنان این ابزار سرکوبش رو این بار علیه انقلاب ما به دست گرفته و جامعه یک پارچه بلند شده که این رو متوقف کنه، این اسلحه رو از دست جمهوری اسلامی در بیاره. ما علیه سنگسار جنگیدیم و عملا تونستیم سنگسار رو در ایران متوقف کنیم. ما علیه اسلام سیاسی نه تنها در ایران بلکه در
پهنه دنیا مبارزه کردیم. ما علیه مذهب، علیه اسلام، چه به عنوان یک ایدولوژی و یک فرهنگ منحط و عقب مانده، چه به عنوان ابزار سیاسی دولت به چالش کشیدیم، در برابرش ایستادیم. از جمله اکس مسلم، جنبشی که الان حتی به کشورهای عربی و اسلام زده دامنش گسترده شده، این پرچم و حزب ما بلند کرده و باهاش جنگید و امروز جامعه بلند شده تا از شر مذهب در دولت و در حکومت و کلان ارتجاع مذهبی خودش رو خلاص کنه. ما در مبارزه برای حقوق پناهندگان در سراسر جهان، در مبارزه برای حقوق افغانستانی های پناهنده در ایران و علیه راسیز در ایران و در همه جهان، در دفاع از حقوق پناهجویان افغانی در ایران و پناهجویان ایرانی در کشورهای دیگه پیگیران مبارزه کردیم و این مبارزه پرچمی است که ما برافراشیم. همچنان در حال مبارزه ما از حقوق رنگین کمانی ها پیگیران مبارزه کردیم و برای در دفاع از حقوق کودکان پیگیران مبارزه کردیم. ما پرچم انسان و انسانیت و راهی انسان بود، با شعار زنده باد انسانیت، با شعار ما برای یک جامعه، برای یک حکومت انسانی مبارزه میکنیم و با شعار اساس سوسیالیسم انسان است. ما برای جمهوری سوسیالیستی میجنگیم، برای لغو کار مزدی میجنگیم و ما میدونیم که ریشه همه این مصائب، از اعدام ها بگیرید تا آپارتاید جنسی، تا سرکوب زنان، تا فقر، تا تبعیض، تا تمام مشکلات و مصائبی که مردم علیش امروز به خیابان اومدن، ریشه همه اینها بردگی مزدی هست و استثمار هست و این حزبی است که انسانیت و با سوسیالیسم، مبارزه برای رهایی و آزادی و با مبارزه علیه استثمار به هم گره زده، به خاطری که در به طور واقعی در دنیای واقعی اینها به هم کاملا مربوطن. ما معتقدیم که ریشه مسائل انسان ها این سلطه یک حکومت اسلامی مافوق ارتجایی هست که هدفش، رسالتش، همه زندگی ننگینش برای دفاع از منافع یک مش مفخور آیت الله میلیاردر سرمایه‌داران مافیایی در ایران بوده و هست و به همین خاطر ما دست به ریشه مسئله میبریم. برای انسان ریشه خود انسانه و ما میخواییم انسان از شر تمام این تبعیضات طبقاتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی رها بشه. حزب ما برای این انقلاب می جنگید، این رو در چشمنداز داشت و امروز این چشمنداز به یک خوشبختانه به یک واقعیت تبدیل شده. این انقلاب ماست. ما افتخار می کنیم که جنگیدیم برای تمام اون شعارها و خواستها، برای اون زن زندگی آزادی و تمام نبردهایی که امروز در خیابانها، در دانشگاه، در کارخانه ایران شاهدشیم. ما ده ها سال برای اینها جنگیدیم و امروز نفس شکلگیری این انقلاب بیش از هر واقعیت دیگه ای حقانیت حزب ما و درستی راه ما و ثمره و نتیجه جنگ بی امان ما رو جلوی چشممون به نمایش در میاره. به همین خاطر هست که من ابتدا گفتم که این فقط بزرگداشت یک حزب نیست، این بزرگداشت و گرامی داشته یک انقلاب عظیم اجتماعی است که حزب ما افتخار زمین سازی و تدارک و مبارزه در راهش رو با خودش داره و این مبارزه رو بی تردید ادامه خواهیم داد تا این انقلاب شکوهمند به پیروزی برسه و واقعا آزادی و رهایی و برابری و رفاه رو برای 85 میلیون انسان در ایران فراهم کنه. متشکرم و به امید پیروزی. خیلی متشکرم از شما حمید تقوایی. ادامه میدیم مراسم سالگرد تأسیس حزب رو با قسمت‌هایی از نبردها و دستاوردهای حزب کمونیست کارگری ایران. با ما همراه باشید بینندگان گرامی، همراهان گرامی، شرکت کنندگان در این برنامه. اولین بخش رو که با هم خواهیم دید از نبردها و دستاوردها مربوط میشه به کنفرانس برلین. دعوت میکنم توجه کنید. کنفرانس برلین. کنفرانس برلین در فروردین سال 1380 شکست آن
و مسائلی که به دنبال آن در داخل و خارج کشور اتفاق افتاد یکی از مهمترین وقایع سالهای 80 شمسی بود. روزهای 7 تا 9 آوریل 2000 فروردین 1380 به دعوت بنیاد هانریشبل در خانه فرهنگ ها در برلین کنفرانسی برگزار شد که دوم خردادی ها از اکبر گنجی و جلائی پور که در بنیانگذاری ارگان های سرکوب و قتل مخالفین حکومت نقش مستقیم داشتند تا کسانی مانند اشکوری و صحابی و دولت آبادی سخنرانان آن بودند. دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و هدف کنفرانس آن بود که از جمهوری اسلامی چهره قابل هضمی به افکار عمومی در غرب ارائه بدهد. کنفرانس اما با صحنه رودررویی و افشاگری قدرتمند صدها نفر از مخالفین حکومت علیه کل موجودیت رژیم اسلامی بدل شد. مینا احدی از رهبری حزب کمونیست کارگری در این کنفرانس پشت تریبون رفت و اعلام کرد که مردم به چیزی جز رفتن جمهوری اسلامی رضایت نمی دهند و حزب کمونیست کارگری در صف اول این مبارزه ایستاده است. شعار علیه جمهوری اسلامی سالن را به لرزه درآورده بود. در روز اول کنفرانس با شعار دادن علیه جمهوری اسلامی و سخنرانی تعدادی از مخالفین جمهوری اسلامی به پایان رسید. روز سوم با حضور گسترده پلیس و ممانعت از حضور کمونیست‌ها در سالن سعی کردند کنفرانس را سرهم بندی کنند. اما عملاً کنفرانس در همان دو روز اول با شکست بزرگی مواجه شده بود. شکست کنفرانس برلین چنان تأثیری در فضای کشورهای غربی گذاشت که بعد از آن تا امروز هیچ کنفرانس و سمیناری باز و علنی با حضور مقامات و حامیان آشکار جمهوری اسلامی در هیچ کشور غربی برگزار نشده است. صدا و سیما سخنرانی مینا احدی را منتشر کرد و آن را به عنوان نشانه همکاری دو خردادی ها با حزب کمونیست کارگری معرفی کرد و دو خردادی ها نیز پخش این سخنرانی را تبلیغی برای حزب کمونیست کارگری و بردن حزب کمونیست کارگری به خانه میلیون ها نفر از مردم معرفی کردند و به افشاگری علیه جناح اصولگرا پرداختند و هر دو جناح در فحاشی به حزب کمونیست کارگری مسابقه گذاشتند. اما همانطور که ایرنا جمع‌بندی کرد، حزب کمونیست کارگری به عنوان سخنگوی مردم در مقابل کلیت رژیم به خانه های مردم رفت. دستگیری و محکومیت سنگین اکثر سخنرانان دو خردادی در این کنفرانس حقانیت حزب کمونیست کارگری که می گفت آزادی فقط با رفتن جمهوری اسلامی امکان پذیر است را بیش از پیش جلوی چشم جامعه گرفت. کنفرانس برلین. سپاس که با ما هستید. بینندگان گرامی، همراهان گرامی و شرکت کنندگان در مراسم سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران، این مراسم رو ادامه میدیم، این ویژه برنامه رو ادامه میدیم با پیام هایی که به مناسبت سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران دریافت کردیم. از شما دعوت میکنم به پیام یکی از اعضای حزب توجه بکنید. در این حال در این برنامه ما موزیک ویدیوهایی رو خواهیم دید و شنید به یاد جانباختگان راه آزادی، کسانی که در این انقلاب جانشون رو از دست دادند، و موزیک های حماسی و انقلابی از طرف هنرمندان انقلابی که با این انقلاب تمام عیار به معنای واقعی همراهی میکنند. باز هم سپاسگزارم که همه شما همراه ما هستید در این برنامه. همچنین شرکت کنندگان در این مراسم هم این امکان و فرصت رو دارند که در بخش ویژه صحبت دستشون رو بالا بگیرن و صحبت بکنن.
برنامه رو ادامه میدیم. بینندگان گرامی، شما هم اگر از طریق تلویزیون کانال جدید این برنامه رو ملاحظه میکنید، اگر از طریق پلتفرم های شبکه های اجتماعی تلویزیون کانال جدید همراه ما هستید، این امکان رو دارید که از طریق تلگرام و واتساپ اگر پیامی میخواید به دست ما برسونید حتما این کار رو بکنید. منتظر شما هم هستیم. بله، ادامه میدیم با پیامی که دریافت کردیم برای این ویژه برنامه از طرف فاطیما. سلام، فاطیما هستم، یکی از اعضای این خانواده. آشنایی با حزب سکوی پرشی بود برای آگاهی بیشتر خودم و همراه کردن و آگاه کردن بقیه افراد سرزمینم. برای ایرانی آزاد با هم و در کنار هم. سال روز حزب مبارک. بسیار خوب، برمیگردیم، برنامه رو ادامه میدیم. پیام رو شنیدید. این بار یک در واقع موزیک میخواییم بشنویم، یکی از جوانانی که برای نیکا یک رپی رو تهیه کرده، بسیار تاثیرگذار هست. کسی که این رپ رو تهیه کرده خودش رو جای دایی نیکا شاکرمی گذاشته و گفته که من دوست داشتم یک دختر خواهر داشتم که برای اون مثل یک دایی نمونه بودم، اما این بار میخوام برای نیکا دایی باشم. بسیار تاثیرگذار هست این رپ. میخوایم با همدیگه بشنویم که چگونه در سراسر دنیا با این انقلاب همراهی میکنن جوانان، زنان، مردم، ایرانی های آزاده و سرنگونی طلب در سراسر دنیا و چگونه خودشون رو پیوند میزنن، از هنرهای انقلابی داخل ایران تا هنرهای انقلابی در سراسر دنیا. تمام دنیا چشمشون به انقلاب جاری دوخته شده. توجه کنید. نیکا چرا زیر مشتی خاکی، جون به خنده های پشت ماکی. نازی دختر، نازی دختر، نازی دختر، نازی دختر. نیکا گفتم من لحظه باهاتم، هنوزم محف اون رقص پاهاتم. ای بازی دختر، نازی دختر، نازی دختر، نازی دختر. نیکا چرا اینقدر نازی دختر، تو هم مثل جینا رازی دختر. با همین رقص با و حس بازی دختر، تو موندی جلو تیر خود غازی دختر. نیکا تو میخواستی زندگی کنی، ما که نکردیم، فقط موندیم زنده بی خودی. زله میکنیم تک تک قاتلات، تو میشن خاک پا تو دایی. یه دل میگه برم برم، کجا میری دایی؟ نیکا هرومی یا بد جور بی دردم. پاشو بگو با تو تو اون 8 روز چی کردم. مشکوک میخندن میرن سناریو کشکی بچینن، توی صدا سیماشون تا یه دشتی بگیرن. به یه اعتراف اجبارن، اینا بی وجدانن و به هر موجودی که زنده باشه چش دارن. نیکا چرا زیر مشتی خاکی، جون به خنده های پشت ماکی. نازی دختر، نازی دختر، نازی دختر، نازی دختر. نیکا گفتم من لحظه باهاتم، هنوزم محف اون رقص پاهاتم. ای بازی دختر، نازی دختر، نازی دختر، نازی دختر. نیکا 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 رهبر و نیکا نیکا دشمنه، اونه میره میگه امریکا. بغض تو گلوی منه، همون اشک رو گونت رهبرشونم میبینه، خشم رو صورت مردم که حالا دیگه تشته به خونشم. با هدف با سنگ و مشت و دشته به جونشم. زنده به گوره این حکومت اسلام، خصومت 40 ساله داره. یه دل میگه برم برم، کجا میری دایی؟ نیکا همین که تو 17 رفتی، رفتی و فهمیدی این دنیا بی طرف نی. بگو بی شرفتی دایی؟ نیکا این دنیا طرف ظلم، لغمه چرب ببینم میرن طرف لغمه. بگم فقط یه جمله که آن که تو را کشت، تو را کشت و اون ذات مرا چه خوش. نیکا چرا زیر مشتی خاکی، جون به خنده های پشت ماکی. نازی دختر، نازی دختر، نازی دختر، نازی دختر. نیکا گفتم من لحظه باهاتم، هنوزم محف اون رقص پاهاتم. ای بازی دختر، نازی دختر، نازی دختر.
بله برمیگردیم، مراسم رو ادامه میدیم. از دستاوردها و نبردهای حزب دیدیم و شنیدیم اولین کلیپی که تهیه شده بود در رابطه با کنفرانس برلین، اما در رابطه با کارزار نفت و اعتصابات نفت دعوت میکنم به یکی دیگر از دستاوردها و نبردهای حزب کمونیست کارگری ایران توجه کنیم. کارزار جهانی حمایت از اعتصاب کارگران نفت در سال 1375. کارگران پالایشگاه‌های تهران، شیراز، اصفهان و تبریز اواخر آذر ماه سال 1375 علی‌رغم فضای پادگانی حاکم بر پالایشگاه‌ها دست به اعتصاب دو روزه زدند و اولتیماتوم دادند که اگر به مطالبات آنها رسیدگی نشود، یک ماه بعد اعتصاب نامحدودی را شروع خواهند کرد. خواست اصلی کارگران طرح طبقه‌بندی مشاغل بود. حزب کمونیست کارگری در دفاع از کارگران پالایشگاه‌ها کارزاری جهانی عظیمی سازمان داد که مورد حمایت کلیه اتحادیه‌های بزرگ اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و کشورهایی مانند هند، ژاپن، ترکیه و برخی کشورهای عربی قرار گرفت. فراخوان حزب مورد استقبال گرم اتحادیه‌ها قرار گرفت. اتحادیه‌های کارگری از سراسر جهان به حمایت از کارگران نفت برخواستند و در نامه‌هایی به مقامات جمهوری اسلامی خواهان به رسمیت شناختن حقوق پایه‌ای کارگران از جمله حق اعتصاب و تشکل و قراردادهای جمعی شدند. رسانه‌ها وسیعاً این کارزار را پوشش دادند و این حرکت انعکاس قابل توجهی در ایران و در میان کارگران نفت پیدا کرد. کارگران پالایشگاه تهران پس از پایان زمان اولتیماتوم در روز 28 بهمن ماه 1375 در مقابل وزارت نفت در تهران دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات 2000 نفر شرکت کردند. این حرکت با سرکوب شدیدی مواجه شد. اکثر تظاهر کنندگان را دستگیر کرده و به اوین بردند. در آن مقطع این مهمترین خبر مبارزاتی در ایران بود. حزب کمونیست کارگری بلافاصله در اطلاعیه‌ای اتحادیه‌ها و رسانه‌های بین‌المللی را مطلع کرد و تظاهرات سراسری دیگری را فراخوان داد. این خبر با انعکاس جهانی بی‌نظیری از جمله در خبرگزاری فرانسه، رویترز و آسوشیتد پرس، بی بی سی و چین مواجه شد. پارلمان اروپا نیز در قطعنامه‌ای مخالفت خود را با ممنوعیت ایجاد تشکل‌های نمایندگی کننده کارگران نفت و سرکوب حق آزادی تشکل آنان از طریق دستگیری کارگران نفت اعلام کرد. حزب تلاش گسترده دیگری را در سطح جهان شروع کرد و اتحادیه‌ها این بار با لحن تندتری به رفسنجانی و خامنه‌ای نامه اعتراضی نوشتند. جمهوری اسلامی مجبور شد پس از چند ماه مقاومت بپذیرد که هیئتی از سازمان جهانی کار برای بررسی وضعیت کارگران به ایران برود. وزارت نفت نیز طرح طبقه‌بندی مشاغل را هرچند ناقص عملی کرد و مزایای دیگری به کارگران پرداخت نمود. در خلال این کمپین که حدود 4 ماه به طول انجامید، برای اولین بار طبقه کارگر ایران و خواست‌ها و مبارزاتش در میان اتحادیه‌های کارگری و رسانه‌های جهانی معرفی شد. این بزرگترین کارزاری بود که تا آن مقطع در حمایت از کارگران ایران در سطح جهان سازمان داده شده بود. اسناد این کمپین در کتاب فقط کارگران می‌توانند در 320 صفحه چاپ شده است. این کارزار راه را برای کارزارهای جهانی دیگر در حمایت از کارگران ایران هموار کرد.
بیننده برنامه ویژه مراسم سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران هستید. ملاحظه کردید یک گزارش دیگر از دستاوردها و نبردهای حزب کمونیست کارگری ایران. به معنای واقعی ساعتها، روزها و حتی ماها میشه در رابطه با دستاوردهای حزب کمونیست کارگری ایران صحبت کرد. اما در این برنامه ما تمام تلاشمون رو کردیم که طی این کلیپ ها بتونیم یک تصویری در واقع از نبردها و دستاوردهای حزب کمونیست کارگری ایران در عرصه‌های مختلف داشته باشیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پیام دیگری داریم برای این ویژه برنامه. نرگس سلجوقیان، بشنویم با هم. درود. دلیل انتخاب حزب کمونیست کارگری ایران برای من این بود که این حزب این امکان و فضا رو به من داد که بتونم بر علیه این نظام دیکتاتوری و فاشیستی داخل ایران فعالیت کنم. نظامی که هیچ حرمت انسانی و حقوق انسانی برای زن خائل نیست. این حزب برای من مثل یک بلنگو عمل کرد و صدای من زن، صدای تنهای یک زن رو به جهانیان شناخت و صدای من را رسا کرد. برای زن زندگی آزادی. و من تبریک میگم بابت سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران. بله، بسیار خوب شنیدیم پیامی که برای این ویژه برنامه ارسال شده بود. به معنای واقعی این حزب یکی از محورهای اساسیش زن، زندگی، آزادی بوده و هست. سپاس از همه شما که همراه ما هستید. یک میان برنامه کوتاه خواهیم دید. برمیگردیم با دستاوردها و نبردها ادامه میدیم این ویژه برنامه رو. بینندگان محترم و شما شرکت کنندگان گرامی حتما فرصت دارید که در این ویژه برنامه پیام خودتون رو به مناسبت سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران در این برنامه مطرح بکنید. شرکت کنندگان حتما به شما هم نوبت خواهد شد داده شد و اما شما بینندگان گرامی از طریق راه‌های ارتباطی تلویزیون کانال جدید، شماره‌ای که در پایین اسکرین می‌بینید، واتساپ و تلگرام، این امکان رو دارید که شما هم در این برنامه مشارکت کنید. اگر پیامی می‌خواید بفرستید حتما این امکان برای شما هم مهیا هست. و اما مبارزه علیه اسلام سیاسی یکی از مبارزه های جدی حزب کمونیست کارگری ایران بوده که در این زمینه هم دستاوردهایی رو کسب کرده. دادگاه های شریعه، نقش دادگاه های شریعه و آنچه که حزب کمونیست کارگری ایران با دادگاه های شریعه و به طور مشخص با جنبش اسلام سیاسی کرده و همچنان این مبارزه ادامه داره. در کلیپ بعدی که خواهیم دید دستاوردها و نبردهای حزب کمونیست کارگری ایران هست به طور مشخص در رابطه با دادگاه های شریعه. دعوت میکنم توجه کنید. کمپین بین‌المللی علیه دادگاه های اسلامی در کانادا. در سال 2003 جریانات اسلامی در کانادا با این توجیه که به خاطر فرهنگ اسلامی مهاجرین حکمیت بر اساس قوانین شریعت در زمینه حل و فصل اختلافات خانوادگی کاراتر و کم هزینه تر است، با یک حرکت سازمان یافته از دولت ایالتی آنتاریو تقاضا کرده بودند که اجازه تشکیل دادگاه هایی بر مبنای حکمیت اسلامی در سیستم قضایی کانادا را بدهد. این درخواست از طرف دولت ایالتی آنتاریو پذیرفته شده بود. برای مقابله با این تقاضای نیروهای اسلامی و تمایل دولت آنتاریو، کمپین بین‌المللی علیه دادگاه‌های اسلامی در کانادا یا اختصاراً کمپین نه به شریعه به وسیله فعالین حزب کمونیست کارگری و در رأس آنها هما ارجمند کادر حزب سازمان داده شد. این کمپین در طول 2 سال فعالیت خود صدها تظاهرات، کنفرانس و جلسات سخنرانی
در کانادا و اروپا و سایر نقاط دنیا برپا کرد. مسئولین کمپین علاوه بر روشنگری در میان مردم، با مسئولین و مقامات دولت کانادا و دیپلمات‌های کشورهای دیگر دیدار و گفتگو کردند و بالاخره بعد از 2 سال فعالیت گسترده و جلب حمایت بیش از 100 سازمان و تشکل دیگر، سرانجام دالتون مک‌گینتی نخست وزیر آنتاریو ناگزیر شد به برقراری دادگاه‌های شریعه جواب منفی بدهد. در سپتامبر 2005 با ممنوع اعلام شدن دادگاه‌های اسلامی در کانادا، کمپین نه به دادگاه‌های اسلامی به پیروزی کامل رسید. بله، ملاحظه کردی دستاوردها نبردهای حزب کمونیست کارگری ایران مشخصاً در برابر جنبش اسلام سیاسی و به طور ویژه دادگاه‌های شریعه. اما این مراسم رو ادامه میدیم، این ویژه برنامه به مناسبت سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران رو ادامه میدیم با اطلاعیه 31مین سالگرد تأسیس حزب که توسط مصطفی صابر عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران قرائت خواهد شد. مصطفی صابر خیلی خوش آمدید، بفرمایید، میکروفون با شما هست، میخوایم بشنویم اطلاعیه سالگرد حزب رو، بفرمایید. بله، منم به همه حضار گرامی توی اتاق اینترنتی سلام میگم و همینطور به همه کسانی که از طریق کانال جدید و میدیای اجتماعی 31مین سالگرد تأسیس حزب رو دارن دنبال میکنن. من این اطلاعیه رو براتون قرائت میکنم، اطلاعیه‌ای که حزب صادر کرد. به مناسبت 31مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری، حزبی برای پیروزی انقلاب زن، زندگی، آزادی، در آستانه 3مین ماه انقلاب زن، زندگی، آزادی، 31مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری فرا رسیده است. این فرصتی است تا از رابطه عمیق و تنگاتنگ این دو عزیز سخن بگوییم. حزب ما از لحظه تولد قلبش برای برپایی انقلابی عظیم و اجتماعی علیه جمهوری اسلامی و علیه کل اوضاع موجود تپیده است. مغز و زبانش بر تبیین مطالبات، راهکارها و افق پیروزی انقلابی نظیر انقلاب حاضر معطوف و متمرکز بوده است. بازوانش در جنبش کارگران، معلمان، بازنشستگان، جنبش رهایی زن، جنبش دانشجویی و خلاصی فرهنگی جوانان، جنبش دادخواهی، جنبش علیه اعدام و زندان، جنبش مذهب زدایی، جنبش حقوق کودک، جنبش رنگین کمانی ها و غیره، و همچنین در فعالیت خارج کشور در مبارزه علیه اسلام سیاسی و یا برپایی ارگانهای اطلاع رسانی و سازماندهی نظیر تلویزیون کانال جدید، بی وقفه در کار بودند تا به صفی از رهبران جهت پیروزی انقلابی چون انقلاب کنونی شکل دهد. از این رو حزب کمونیست کارگری همراه میلیون ها مردم ایران انقلاب زن، زندگی، آزادی را تجسمی از تلاش ها، آرمان ها و آرزوهای چند دهه‌ای خود می داند. انقلاب کنونی همچون آینه است که حزب تصویر خود را در ابعادی عظیم در آن می بیند. گویی انقلاب کنونی برای حزب ما تولدی دوباره، اما با وظایف و مسئولیت های غول‌آساست. قابل انتظارتر از این چیزی نیست که این حزب با تمام قوا برای هرچه قدرتمندتر کردن این انقلاب و به پیروزی رساندن آن، برای ریشه‌کن کردن تمام و کمال جمهوری اسلامی سرمایه و مقابله با تمام موانع پیروزی انقلاب و برای برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی بری از هر گونه ستم و تبعیض جنسیتی، مذهبی و ملی، بری از استبداد و دیکتاتوری و اختناق سیاسی،
و بری از استثمار و بردگی مزدی و نابرابری اقتصادی به طور شبانه روزی و از دل و جان تلاش کنم. سالگرد تأسیس حزب فرصتی است تا همه فعالین انقلاب حاضر به خصوص نسل جوان را به برنامه ادبیات سیاسی و تاریخ غنی حزب رجوع دهیم تا ببینند چگونه وجوه مختلف و مسائل اصلی انقلاب حاضر از دهه ها پیش به دقت و با تیزبینی مورد توجه و موضوع فعالیت مستمر حزب کمونیست کارگری بوده است. برای مثال حزب ما بیش از 20 سال است که از انقلاب زنان سخن میگوید و برای شکل دادن به آن تشکل و چهره ساخته است. تاکید بر حجاب برگیران و حجاب سوزان و الغای آپارتاید جنسی جزو دائمی و لاینفک پراتیک روزمره و هویت سیاسی حزب بوده است. مبارزه با حکومت مذهبی و اسلام سیاسی و برای مذهب زدایی از جامعه همواره در صدر فعالیت‌های حزب بوده و برای تحقق آن انواع تشکل‌ها و کمپین‌ها را سازمان داده و از نبردهای سختی نظیر جلوگیری کردن از قوانین شریعه در کانادا و اروپا سربلند بیرون آمده است. حزب ما کمپین‌های قدرتمند جهانی در دفاع از کارگران و زنان مردم ایران سازمان داده و خواست‌ها و آرمان‌های مردم ایران و مبارزه هر روز آنها با جمهوری اسلامی را به افکار عمومی جهان شناسانده است. حزب کمونیست کارگری قریب 30 سال است علیه مجازات اعدام، این قتل عمد دولتی می‌جنگد و برای آن کمیته و کارزار ساخته و جان بسیاری را نجات داده و با جلب همبستگی وسیع جهانی به سنگسار در ایران پایان داده است. دفاع از زندانی سیاسی و مبارزه برای آزادی آنها و انعکاس صدای آنها در سطح جهان مشغله همیشگی این حزب و عرصه مهم و تأثیرگذار فعالیت عملی آن است. یک بُعد مهم فعالیت‌های بین‌المللی حزب دفاع پیگیر از حقوق پناهندگان ایرانی در نقاط مختلف جهان، دفاع از حقوق مهاجرین افغانستانی، مبارزه علیه راسیسم و دفاع از حقوق شهروندی همه پناهندگان و پناهجویان در ایران و در سراسر جهان بوده است. حزب کمونیست کارگری هر گونه تبعیض علیه گرایشات جنسی مختلف را محکوم کرده و قاطعانه از حقوق LGBTQ‌ها و به تمام و کمال دفاع می‌کند و درگیر مبارزه عملی در این جنبش است. این حزب از روز اول به صحنه آوردن نمایش اصلاح طلبی علیه آن قاطعانه ایستاد و در مواردی نظیر کنفرانس برلین در پیشاپیش آزادی خواهان هر گونه تلاش برای فروختن نسخه دومی از جمهوری اسلامی را در سطح جهان رسوا کرد و به شکست کشاند. حزب ما بیش از 10 سال است که با تمام قوا برای بایکوت سیاسی و جهانی جمهوری اسلامی و راندن رژیم آپارتاید جنسیتی حاکم بر ایران به موقعیت شبیه رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی تلاش میکند. این حزب از بد به تولدش با قاطعیت علیه ناسیونالیسم، چه عظمت طلب ایرانی و چه قومی و علیه فدرالیسم مبارزه کرده و همواره تأکید کرده است که آینده ایران فقط میتواند یک جامعه انسانی متکی بر اتحاد داوطلبانه و اعمال ارادی مستقیم شهروندان متساوی الحقوق و آزاد باشد. حزب ما دهه‌های متمادی است که با صراحت از آزادی بی قید و شرط بیان و عقیده و تشکل و تحزب دفاع کرده و در دل انقلاب حاضر نیز همه احزاب و نیروهای سیاسی را به میثاق پایبندی به آزادی احزاب و فعالیت سیاسی فراخوان داده است. حزب کمونیست کارگری همواره بر ضرورت الغای هر گونه دولت موافق مردم تاکید کرده است و همواره رهایی و آزادی واقعی مردم را در گروه متشکل شدن همه شهروندان به شکل حاکمیت مستقیم و شورایی و به دست گرفتن اختیار زندگی به دست خود دانسته است. و بالاخره اینکه حزب کمونیست کارگری به پایه اقتصادی و مادی همه این تحولات توجه داشته است و تحقق همه جانبه و پیگیر آزادی و برابری و رفاه را در گروه الغای بردگی مزدی
و برقراری جامعه‌ای سوسیالیستی می‌داند، جامعه‌ای که انسان و نه سود مبنای آن است. با همین اشاره مختصر به حزب کمونیست کارگری و مشغله های 31 ساله گذشته به روشنی می توانید که انقلاب زن زندگی آزادی حاضر از جنس آرمان ها و جهتگیری ها و تلاش های حزب ما، البته در ابعاد عظیم اجتماعی، جهانی و تاریخی است. این واقعیت این نکته را نیز برجسته می کند که یک شرط پیروزی قاطع و تمام و کمال انقلاب حاضر این است که بخش مؤثری از جامعه به ویژه طبقه کارگر قولی که پرچم حزب کمونیست کارگری سالهاست برافراشته متحد و متشکل شود. شما را به پیوستن به صفوف حزب کمونیست کارگری فرا می‌خوانیم. زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی، سرنگون باد جمهوری اسلامی، زنده باد جمهوری سوسیالیستی. حزب کمونیست کارگری ایران 20 آذر 1401 11 دسامبر 2022. خیلی متشکرم. متشکرم از شما مصطفی صابر و همچنین شما شرکت کنندگان محترم در این مراسم و بینندگان گرامی که از طریق تلویزیون کانال جدید و همچنین پلتفرم های تلویزیون کانال جدید در شبکه‌های اجتماعی بیننده این مراسم هستید. همچنان با ما همراه باشید. اتاق فرمان میریم، برمیگردیم. تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب. یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا. خاک این گندم تو خیابونه خوشه ی خشم من و تو، تشنه ی بارون. حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست. دنیای تاره این یه آغازه، پنجره تا رویا بازه. از گلوی تو تا صدای تو. سپاس که همراه ما هستید. ادامه میدیم این مراسم رو. برنامه ویژه به مناسبت سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران، پیام‌های از داخل کشور هم برای این برنامه دریافت کردیم که اولین پیام رو با هم خواهیم شنید از شما شرکت کنندگان محترم در این مراسم و همچنین بینندگان گرامی. دعوت میکنم که با هم این پیام رو برای این ویژه برنامه بشنویم. پیام‌هایی از داخل کشور در سالگرد تشکیل حزب. دوستان و همرزمان عزیز، من از سنندج سرخ، کانون مهم مبارزات آزادی خواهان و شهر کمونیست ها، گرمترین و صمیمانه‌ترین سلام‌های خود را به شما همراهان و رفقای خستگی ناپذیر تقدیم می‌کنم. 31 سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری را به همه شما که در همه این سالها این بار سنگین انقلاب را به دوش کشیدید و سازماندهی کردید و در همه عرصه ها، چه در خارج و چه در داخل، بر علیه این حکومت دیکتاتوری و سرمایه داری جمهوری اسلامی مبارزه کرده اید و حزبی بودید که با صدای بلند اعلام کردید که تنها راه برای رسیدن به آزادی و برابری و حکومت شایسته انسان به زیر کشیدن حکومت ننگین جمهوری اسلامی است، تبریک میگویم. خوشحالم از اینکه سیاست و افق روشنی که شما به جامعه ارائه کردید و سالها برایش مبارزه کردید
و آن سنت ها و فرهنگی که زنده یاد منصور حکمت برای آن جنگید و تأکید می کرد را در جامعه اشاعه دادید و تأکید کردید که اساس سوسیالیسم انسان است، دارد به بار می نشیند. حتی احزاب دست راستی هم الان علیه اعدام و علیه حکومت مذهبی حرف می زنند و همه مدافع انقلاب شدند. به خاطر همه اینها به حزب کمونیست کارگری افتخار می کنم و به مردم سنندج و همه مردمی که خواهان سرنگونی حکومت اسلامی و برقراری جامعه‌ای انسانی هستند توصیه می کنم به این حزب بپیوندند. زنده باد حزب کمونیست کارگری ایران. نازنین فعال دفاع از حقوق زن، سالگرد حزب کمونیست کارگری را شاد باش میگویم. به عنوان یک فعال دفاع از حقوق زن و عضو حزب کمونیست کارگری، از دل نبرد و جشن شادی و در دل انقلابی که زنانه است و رمز اتحادش زن، زندگی، آزادی است، به شما عزیزان شاد باش میگویم. عزیزان، امروز بیش از هر وقت تصویر حزبمان را در این انقلاب میبینیم. هرچه گفتید امروز در کف خیابان به نیروی تبدیل شده که حریف ندارد. خوشحالم که حرفهای مان و کردهای مان دارد ثمر میدهد و سخنم به مردم این است که باور کنید این حزب شماست. عضو آن شوید تا همه با هم انقلابمان را به پیروزی برسانیم. که به دست ما رسیده بود. سپاس که با ما هستید. بینندگان گرامی، شنیدید پیام هایی که از داخل کشور به دست ما رسیده بود برای این ویژه برنامه، مراسم تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران، 31مین سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران. پیام ها بازخوانی شده بود. سپاس که شما برای این برنامه پیام فرستادید و حزب خودتون رو در واقع سالگرد تأسیسش رو شاد باش کنید. ادامه میدیم با دستاوردها و نبردها. یکی از شنیع ترین مجازاتی که جمهوری اسلامی انجام میداد مجازات سنگسار بود. اما ببینیم حزب کمونیست کارگری ایران با این مجازات و با خود جمهوری اسلامی چه کردش. بله، منتظر میمونیم که آماده بشه. بینندگان گرامی، همچنان همراه ما باشید در این مراسم و برنامه ویژه. شما همین امکان رو دارید که اگر پیامی میخواهید بفرستید برای سالگرد حزب، اگر شما هم میخواهید مشارکت بکنید در این مراسم، حتما این امکان رو دارید. شما تلفن پایین اسکرین هست، در واتساپ و تلگرام منتظر شما هستیم. آماده هست کلیپی از دستاوردها و نبردهای حزب کمونیست کارگری ایران به طور مشخص علیه سنگسار و علیه جمهوری اسلامی. تکینه محمدی آشتیانی، متولد سال 1346 از شهر تبریز و مادر دو فرزند خردسال، در 19 شهریور 1385 وقتی 42 سالش بود، در شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی بر اساس قانون مجازات اسلامی به اتهام زنای محسنه، رابطه جنسی خارج از ازدواج، به تحمیل 99 ضربه شلاق و سنگسار محکوم شد. بر اساس این حکم قرون وسطایی قرار بود او در گودالی تا سینه چال شود و با پرتاب سنگ زجرکش گردد. برای نجات سکینه محمدی آشتیانی از سنگسار، کمیته بین‌المللی علیه سنگسار یک کمپین بزرگ بین‌المللی راه انداخت که مینا احدی از حزب کمونیست کارگری و سخنگوی این کمیته در پیشبرد آن نقش تعیین کننده داشت.
این کمپین خیلی سریع به یک واقعه جهانی تبدیل شد. کمپین توانست در یک روز اکسیونی سراسری و قدرتمند در 111 شهر سازمان دهد. در نتیجه این کمپین میلیون ها انسان در جهان با عکس و زندگی این زن دردمند آشنا شدند. در آمریکا و اروپا و کانادا و استرالیا و در آسیا و در همه جا رسانه ها درباره سکینه محمدی آشتیانی نوشتند و حتی در هالیوود بسیاری از چهره ها در این مورد حرف زدند. در برزیل این موضوع به یک اتفاق مهم انتخاباتی تبدیل شد. در ایتالیا در یک فستیوال فیلم کنفرانسی جانبی در ونیز تشکیل شد و پوستر سکینه محمدی آشتیانی بر روی ساختمان وزارت فرصت‌های برابر ایتالیا نصب گردید. مینا احدی به مقر اتحادیه اروپا در بروکسل دعوت شد که یک هیئت بزرگ با اون نشست داشتند و اعلام کردند به تهران خواهند رفت و اتحادیه اروپا با صدور قطعنامه‌ای این حکم را محکوم کرد. دولت‌ها تحت تأثیر این فضا وارد شدند و مسئولانی از این دولت‌ها علناً خواهان توقف حکم سنگسار سکینه شدند. به این ترتیب حکومت اسلامی زیر فشار خرد کننده قرار گرفت و بالاخره زانو زد و مجبور شد حکم سنگسار سکینه را لغو کند. جمهوری اسلامی هرچند تغییری در قوانین نداد، اما با این توجیه که برای نظام هزینه دارد، دیگر جرأت نکرد کسی را سنگسار کند. بله، ملاحظه کردی تلاش و مبارزه بیوقفه حزب کمونیست کارگری ایران برای توقف سنگسار. این برنامه رو ادامه میدیم با پیام‌های دیگری که از داخل کشور به دست ما رسیده، پیام‌هایی که بازخوانی شده به مناسبت سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران. همچنان همراه ما باشید، پیام‌های دیگری هم از اعضای حزب کمونیست کارگری ایران در خارج از کشور داریم، پیام‌های تصویری که اونها رو هم با هم خواهیم دید. شماره تلفن رو پایین اسکرین می‌بینید. بینندگان گرامی، در هر کجای ایران که هستید، در هر کجای دنیا که هستید، شما هم میتونید پیامتون رو برای ما ارسال بکنید، برای تلویزیون کانال جدید، برای تلویزیون خودتون، برای حزب خودتون. با ما همراه باشید، پیام‌های دیگری رو با هم میشنویم که از ایران به دستمون رسیده. جمعی از کارگران شاغل در نفت. ما جمعی از کارگران شاغل در نفت هستیم. تشکر می‌کنیم از حزبی که همواره صدای ما بوده و سالگرد تأسیس این حزب را تبریک می‌گوییم و به سهم خود تلاش می‌کنیم که بیش از پیش معرف این حزب باشیم. حزبی مدرن، انسانی و افتخارآفرین. کارگران، به حزب کمونیست کارگری بپیوندید. پیام از یک جمع خانوادگی. من یک بازنشسته‌ام. ما خانوادگی حزب را دوست داریم و عاشق کانال جدید. سالگرد تأسیس حزب را شاد باش می‌گوییم. شما مردمی که بیننده کانال جدید، صدای رسای این حزب هستید، به حزب کمونیست کارگری بپیوندید. این حزب را همه جا معرفی کنید و راهکارهایش را به درون جامعه ببرید. باور کنید که جواب خواهید گرفت. پیام از یک کارگر معدن. من کارگر معدن هستم، همان مشتری پر و پا قرص پادکست های کاظم نیکخواه. چه باید کرد ها و دورنمای انقلاب من را در تک تک کلمات شما می خوانم و به آینده امیدوارم و اگرچه هنوز متقاضی عضویت نشدم ولی دوستتان دارم. خبردار شدم 30 نوامبر سالگرد تأسیس حزب است. گفتم در این سرشروقی
که نیمه شب هم مجبوریم به خیابان بیاییم و بگوییم مرگ بر دیکتاتور، سلامی کنم و شاد باشی بگویم. ای والا عجب حزبی، میبوسمتان. پیام مینا عضو حزب. من یک زنم مصیبت کشیده به اسم مینا، سالهاست عضو حزب هستم اما غرق در مشکلات شخصی. انقلاب سر حالم آورده ولی گرفتاری نمیگذارد کمر راست کنم. سالگرد حزب را تبریک میگویم. زنده باد منصور حکمت، بنیانگذار حزب و یادش گرامی. پیام از کارگری از عسلویه. من کارگری هستم در عسلویه. سالگرد حزب را به همه دوستان در حزب، به همه مردم تبریک میگویم. فکر کردن به این حزب، آن هم در شرایطی که درگیر انقلاب برای رها شدن از دست مفت خوران سرمایه‌دار حاکم و آن هم از نوع اسلامیش که واقعا بوی لجن میدهند و خون آشام است، برایم امید و شادی است. به شهلای عزیز و حمید خوش‌سخن سلام مخصوص داریم. پیام از یک معلم. من معلمم، معلم انقلاب و استادم این حزب است. زنده باد حزب کمونیست کارگری. پیام دوستی از اصفهان. من و دوستانم از قماش مختلف کارگر و بازنشسته و کشاورز و دانشجو به شما سلام داریم. سالگرد حزب را تبریک میگوییم. زنده باد حزب کمونیست کارگری، زن زندگی آزادی. پیام محسن کارگر نفت. سالگرد حزب را تبریک میگویم. راستش وقتی به گفته های اصلی این حزب فکر میکنم و کارهایش را میبینم، آن هم امروز که به گوش خودم دارم حرفهای شما را از زبان مردم در خیابان میشنوم، از کم گذاشتن برای این حزب دچار عذاب وجدان میشوم. به نظرم ما آنطور که شایسته است قدر حزبمان را ندانسته ایم. مقصرش هم حکومت است. ما توی این انقلاب همه جور خطر میکنیم. چرا نباید اسم حزب را همه جا مصور کنیم؟ من درخواستم از هر کسی که خود را با این حزب میداند این است که بیایید مثل یک کارزار اسم حزبمان را همه جا مصور کنیم. حرفها و سخنانش را همه جا سینه به سینه بازگو کنیم. به قول حمید تقوایی، حزب جواب است. پیام از یک جمع کارگری. ما یک جمع کارگری هستیم، عضو حزب هستیم. پیرامون خودمان یک جمع کانال جدید درست کردیم که فاصله ای تا عضویت ندارند. جمعی تلویزیون میبینیم و هرچه داریم با هم میخوریم و از زمین و زمان صحبت میکنیم. این روزها بحث بر سر حزب آینده داغ است. ما هم حرفهای خودمان را میزنیم و حزب را معرفی میکنیم. شاید باور نکنید که وقتی از حزب میگویم خودم هم به شعف می آیم و فکر می کنم عجب گوهری به دست آورده ایم. ممنون شما که این جواهر را به ما کارگران اهدا کردید و آن را قدرت می دهید. زنده باد به حزب و به شما. پیام کارگری از دیار بختیاری. حزب کمونیست کارگری را دوست دارم چون از انسان دفاع می کند و برای انسانیت مرز نمی شناسد. چون از حقوق انسان به معنای وسیع کلمه اش دفاع می کند. حزبی که قشری نیست، جامعه را می بیند، بشر را می بیند. برای همین برای شادی معنی دارد، عشق معنی دارد، زندگی معنی دارد، پیشرفت بشری معنی دارد و خاکستری نیست. حزبی مدرن، انسانی، بلند پرواز، حزبی که عظمت دارد، حزبی دوست داشتنی.
سالگرد تأسیس آن را به بزرگی قلبم تبریک میگویم. صد ندا بخوان که شب سرود زن شود، که این وطن وطن شود. شبا هنگام میان کوچه ها به در کوبد که نوبت شماست. برادرم که سنگر من است، چو سای سال روشن است. دویدنش فراخ سینش، تو جان پناه و مأمن است. وطن شاهدان تازیان میزنند، این سه جان خستگان پاره تن منند. به جای او به قلب من بزن، جهان ترانه میشود. امان بده به بوسمش بخون، که جاودانه میشود. بست با سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران در حالی فرا میرسه که مردم در سراسر کشور و حتی ایرانیان در سراسر جهان کمر به نابودی جمهوری اسلامی بستن. انقلاب امروز پیوند عمیق بین خواست مشترک میلیون ها مردم ایران و مبارزه جمهوری اسلامی برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامیه. بینندگان گرامی، با ما همراه باشید. مراسم ویژه و مناسبت سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران رو ادامه میدیم با یکی دیگر از دستاوردها و نبردهای این حزب، به طور مشخص کمپین برای اخراج جمهوری اسلامی از آیلو. کمپین اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار. کارزار اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار از سال 2006 به وسیله فعالین حزب کمونیست کارگری و کمپین آزادی فوری کارگران Freedom Now به پیش برده می شود. در نتیجه این کارزار و همچنین فعالیت حزب کمونیست کارگری برای بایکوت رژیم اسلامی، تا کنون شماری از اتحادیه‌های کارگری در جهان با صدها هزار عضو به این مبارزه روی آورده و خواهان اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار شدند. اسامی شماری از آنها بدین قرار است. 1. مایک پالک، دبیرکل اتحادیه دریانوردی استرالیا با بیش از 100 هزار عضو. 2. اتحادیه کارگران پست کانادا اتاوا با بیش از 54 هزار عضو در سراسر کانادا. 3. ریتا مالیا، دبیرکل اتحادیه معدن و انرژی جنگلداری ساختمانی، بخش ساختمانی و عمومی، شعبه بخش ساتویلز در استرالیا با 144 هزار عضو. 4. استفان ون سیچوسکی، دبیرکل شورای اتحادیه‌های کارگری در بریتیش کلمبیا در کانادا با بیش از 6 هزار کارگر از 100 اتحادیه وابسته به این شورا. 5. استفانی اسمیت، دبیرکل اتحادیه خدمات عمومی در بریتیش کلمبیا در کانادا با 85 هزار عضو. 6. سعید نما، رئیس فدراسیون اتحادیه‌های کارگری در عراق. 6. فدراسیون کار کانادا با 500 هزار عضو. 8. جوزف داهر از حزب چپ سوئیس. 9. کلینت جانستون، رئیس فدراسیون اتحادیه معلمان در بریتیش کلمبیا در کانادا با 45 هزار عضو. 10. اتحادیه کارگران بخش عمومی در بریتیش کلمبیا در کانادا با بیش از 100 هزار عضو.
11 اتحادیه سراسری کارکنان بخش عمومی در کانادا با 400 هزار عضو. 12 جان کلارک سازمان دهنده OCAP در کانادا. 13 پیتر تاچل مدیر بنیاد پیتر تاچل انگلیس. و 14 اریک لی مؤسس ویراستار سایت بین المللی کارگری لیبر استارت. بله ملاحظه کردید یک کلیپ دیگه از دستاوردها و نبردهای حزب کمونیست کارگری ایران و اما باز هم میخوایم پیامهایی رو ببینیم و بشنویم برای این مراسم، این ویژه برنامه به مناسبت تأسیس سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران. از پیامهایی که از دوستان ما در خارج از کشور به دستمون رسیده برای شما بینندگان گرامی، پیام کیسی وندل رو خواهیم شنید. بخش عمده این پیام به زبان انگلیسی هست. دوستان عزیز، رفقان، دمتون گرم و خسته نباشید. من یه پیام کوتاه دارم برای شما و به انگلیسی میگم که خب همه دنیا بتونن بزرگی شما رو بفهمن. Dearest comrades, Karl Marx wrote, "The philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it." So, on this solemn day, and as we are preparing for a revolution, I'd like to not only congratulate you, but to also thank you for being resilient fighters for change. I'd like to thank you for always manifesting the change we need to see in this world. And above all, I'd like to thank you for not only believing, but also teaching us to believe in freedom in our lifetime. سال دیگه تو ایران. دوستان عزیز. بله امیدواریم که سال دیگه در ایران سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران رو مراسم بگیریم. سپاس که با ما هستید بینندگان گرامی، شرکت کنندگان محترم در این ویژه برنامه. شما بینندگانی که از طریق ماهواره این ویژه برنامه رو ملاحظه میکنید و یا از طریق پلتفرم های تلویزیون کانال جدید در شبکه های اجتماعی، سپاس که همراه ما هستید. شما همین امکان رو دارید که اگر پیامی دارید به همین مناسبت از طریق شماره تلفن که در پایین اسکرین می‌بینید، از طریق واتساپ و تلگرام برای ما ارسال بکنید. ما حدوداً 1:15 از این مراسم رو پشت سر گذاشتیم. حدوداً 45 دیگر روبروی ما هست. این برنامه رو ادامه میدیم با پیام‌های دیگری که از ایران دوستان ما به دست ما رسوندن به مناسبت این برنامه، به مناسبت سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران. جا داره که اینجا باز هم سپاسگزاری بکنم از همه شما عزیزانی که از ایران پیام هاتون رو فرستادید یا از کشورهای دیگه سراسر جهان و تلاش کردید که در این برنامه مشارکت بکنید. با ما همچنان همراه باشید، میشنویم پیام هایی که از داخل ایران به دستمون رسیده و در این برنامه پخش میشه. این پیام ها بازخوانی شده، این رو من بگم که صداها صداهای عزیزانی نیست که پیام رو ارسال کردن، پیام ها به صورت نوشتاری ارسال شده و در این برنامه بازخوانی شده پیام ها رو شما میشنوید. پیام کیان رضایی کارگر نفت. سالگرد تشکیل حزب را تبریک میگویم و به این مناسبت جمله‌ای از بیانیه‌های حزب که به دلم بود را به شما تقدیم میکنم. امروز در ایران و در جهان حزب کمونیست کارگری تجسم و نماینده واقعی و عملی آرمان‌های انسانی و رادیکالی است که منصور حکمت از همان آغاز فعالیت سیاسیش در انقلاب 57 پرچم آن را برافراشت و همواره نماینده و مظهر آن بود. منصور حکمت دیگر در میان ما نیست، اما
اهداف و آرمانهای سوسیالیستی و انقلابی او همچنان فراراه حرکت و مبارزه ماست. در سالگرد تشکیل حزب یاد منصور حکمت را گرامی می داریم و یک بار دیگر همصدا با او اعلام می کنیم که کمونیسم را در ایران پیروز خواهیم کرد. آینده از آن ماست. زنده باد حزب کمونیست کارگری. جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سالگرد حزب کمونیست کارگری را صمیمانه تبریک می‌گوییم. ما جمعی از کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سالگرد تشکیل حزب طبقه کارگر، حزبی که از منافع همه بخش‌های کارگران و کل جامعه دفاع کرده و صدای آزادی خواهی و انسانیت است، تبریک می‌گوییم و به شما درود می‌فرستیم. امروز همه شاهد انقلابی قدرتمند در ایران هستیم. حکومت با سرکوب و جنایت می‌کوشد انقلاب را عقب بزند، اما دیگر توانش را ندارد و در برابر هر سرکوبی مردم از شمال تا جنوب متحد ایستاده و بر تداوم انقلاب و سرنگونی تأکید می کنند. حکومت زاهدان را سرکوب خونین کرد. کردستان را سرکوب خونین کرد. در شهر ایزه جنایت بسیاری کرد و کیان پور فلک کودک 10 ساله را به قتل رساند. به دانشجو و دانش آموز و مدرسه یورش برد، اما همه مردم یک صدا با شعار زن، زندگی، آزادی ایستاده و انقلابی زیبا و انسانی در حرکت است. حزب ما حزب این انقلاب است. همه کارگران را به پیوستن به آن دعوت می کنیم. ما به تاریخ شکوهمند مبارزات حزب کمونیست و حزب ادای احترام میکنیم. ارغوان از کردستان. با درود و عرض ادب، 31 سال تأسیس حزب کمونیست کارگری را به تمامی زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب و به کادرهای حزب تبریک میگویم. به امید پیروزی هرچه با شکوه تر جنبش انقلابی و آزادی خواهی مردم ایران. سلام عزیزان حاضر در برنامه سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری. انقلابی که 30 سال است برای آن آماده سازی می کنیم رسید. انقلاب زن، زندگی، آزادی یا همان انقلاب انسانی برای یک جامعه انسانی و برابر. برای من همیشه متشکل بودن رکن اساسی مبارزه بوده است و از روز اول تشکیل این حزب و قبل از آن هم در جنبشی که پایه‌های این حزب بر آن بنا شده است حضور داشتم. حزب ما نوید دهنده یک حرکت نوین در ایران و یک رنسانس جهانی بوده است. لازم نیست آنچه را در این 4 دهه به پیش برده ایم بازگو کنم. همه را با آخرین اطلاعیه حزب به این مناسبت رجوع می دهم. آنچه برای من ارزنده و افتخارآمیز است موجودیت خود این حزب است. حزبی که هرگز به کم رضایت نداد. ماکسیمالیست خواه در آزادی خواهی و برابری طلبی است. حزبی که همیشه هویت و موجودیت خود را با شاخصهای انسانی بیان کرده است. انقلاب حاضر آن چیزی است که ما برایش جنگیده ایم و هرگز به کمتر از آن رضایت نداده ایم. در انقلاب زن، زندگی، آزادی نقش این حزب مثل روز روشن است و نقش تک تک شما عزیزان برای هر انسان منصفی بارز و ارزنده است. خسته نباشید. زنده باد انقلاب زن، زندگی، آزادی، زنده باد حزب کمونیست کارگری. طه حسینی. آزادی
and shameful. All I wanna say is that they don't really care about us. Not so I mean it. All I wanna say is that they don't really care about us. How this nature feel? Me cry. All I wanna say is that they don't really care about us. Sorry no, net down. All I wanna say is that they don't really care about us. Us or deep freedom. ویژه برنامه مراسم 31 سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران هستید. شنیدید تعدادی از پیام‌هایی که به دست ما رسیده بود و بازخوانی شده بود. سپاسگزاری می‌کنم مجدداً از همه شما عزیزانی که با صدای گرمتون، با تصویر زیباتون، با پیام‌های دلگرم کننده‌تون در این برنامه مشارکت کردید. اما ادامه می‌دیم با پیام‌های دیگری که پیام‌های تصویری به دست ما رسیده برای این ویژه برنامه. همونطور که از ابتدای برنامه دیدید، تعدادی از اعضای حزب به مناسبت این برنامه، به مناسبت سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران، پیام‌هاشون رو فرستادن که در این برنامه پخش بشه. پیام بعدی که خواهیم دید و شنید پیام فرانک هست. دعوت میکنم توجه کنید. فرانک هستم، یکی از اعضای حزب. من با پیوستن به حزب خواهان ادامه مبارزات خود برای داشتن یک دنیایی بهتر، ایرانی آزاد، بدون حکم اعدام، بدون حجاب اجباری و بدون کودکان کار هستم. سال روز حزب بر تمامی انسانهای آزاده مبارک باد. زن، زندگی، آزادی. بله، اما برمیگردیم به دستاوردها و نبردها. یکی از اقدامات مهم و جدی حزب کمونیست کارگری ایران در خارج کشور، داغ کردن زمین زیر پای مقامات و ایادی جمهوری اسلامی، زیر پای جلادان و قاتلان بوده. گزارش تصویری که خواهیم دید، کلیپی که خواهیم دید از دستاوردها و نبردهای حزب مربوط میشه به فرار هاشمی شاهرودی از آلمان. ببینیم حزب کمونیست کارگری ایران با یکی از جلادان و قاتلان جمهوری اسلامی چه کرد. با ما همراه باشید در این برنامه. همچنان کلیپ های از دستاوردها و نبردها داریم که در این برنامه توجه شما رو جلب بکنیم، اما این ششمین کلیپ هست که با هم میبینیم. دو کلیپ دیگه هم داریم که امیدواریم که در ادامه برنامه فرصت رو داشته باشیم. بریم ببینیم حزب کمونیست کارگری ایران با هاشمی شاهرودی چه کرد و او چگونه از آلمان فرار کرد. فراری دادن آیت الله هاشمی شاهرودی از آلمان. آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در تاریخ 21 دسامبر 2017 برابر با 30 آذر ماه 1396 برای معالجات پزشکی در کلینیک پروفسور مجید سمیعی از لابی های رژیم به شهر هانوفر آلمان آمده بود. در 6 ژانویه 2018 به محض اطلاع از ورود این جنایتکار به آلمان، مینا احدی با همکاری فولکر بک، نماینده پارلمان آلمان، طرح شکایت از شاهرودی و پیگرد وی به اتهام جنایت علیه بشریت و کشتار مردم ایران را تهیه و به دادستانی دولت آلمان ارسال کردند. دادستان آلمان بر اساس شکایت قول بررسی داد. بدین ترتیب پرونده برای شاهرودی در آلمان رسما باز شد و شاکیان از ایران و خارج کشور توانستند با ذکر شماره پرونده‌هایشان مستقیما شکایات خود را به دادستان کل آلمان بفرستند. همزمان با این شکایت، برای چند روز متوالی حزب کمونیست کارگری و سایر مخالفان رژیم در مقابل کلینیک سمیعی دست به اعتراض و تجمع زدند و خواهان دستگیری و تحویل شاهرودی به دادگاه شدند. با اوجگیری اعتراضات و احتمال دستگیری شاهرودی، جمهوری اسلامی
مجبور شد او را مخفیانه از بیمارستان خارج کند و در حالی که در فرودگاه نیز ایرانیان تجمع کرده و خواهان دستگیری و محاکمه وی شده بودند، با همکاری پلیس آلمان با یک هواپیمای اختصاصی او را به نحو مفتضحانه‌ای فراری بدهند. بله، ملاحظه کردید از فراری دادن هاشمی شاهرودی در آلمان توسط حزب کمونیست کارگری ایران تا فراری دادن نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به دست مردم، کلیپی که ملاحظه کردید و این روزها در خیابان به خیابان و شهر به شهر داره اتفاق میفته و این پیوند عمیق خواستهای مشترک مردم ایران و حزب کمونیست کارگری ایران برای نابودیه جمهوری اسلامی هست. این برنامه رو ادامه میدیم. سپاس که همچنان همراه ما هستید. از دیگر پیام هایی که دریافت کردیم، پیام آنا هست، پیام تصویری آنا که با هم خواهیم دید. این پیام به زبان آلمانی هست، امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. این پیام در واقع تبریک به مناسبت سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران هست که 31 سال پیش تأسیس شده. با هم ببینیم و بشنویم. بله، منتظر میمونیم که آماده بشه پیام. پیام به زبان آلمانی هست. دوستانی که آلمانی میدونن و در این اتاق حضور دارن قطعا متوجه خواهند شد، اما من اینجا یک بار دیگه اعلام میکنم که این پیام ویژه سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران هست از طرف آنا. Herzlichen Glückwunsch zum 31. Jubiläum der iranischen kommunistischen Arbeiterpartei. Seit 31 Jahren kämpft ihr nun für ein freies Iran, frei vom islamischen Regime. Und jetzt ist endlich diese Revolution, auf die wir alle gewartet haben, da. Wir sehen alle mit Spannung und Anspannung auf den Iran, auf unser Land. Ich bin seit 2,5 Monaten auf einer Achterbahn der Gefühle. Auf der einen Seite natürlich unendliche Trauer für alle, die ihr Leben geopfert haben, und Dankbarkeit, die ihr Leben geopfert haben für ein Leben in Freiheit. Und auf der anderen Seite unglaubliche Freude. Freude ist natürlich untertrieben darüber, dass das islamische Regime endlich gestürzt wird. Viva la Revolution! Es lebe die Revolution! بله، سپاسگزارم از همه دوستان عزیزی که برای این برنامه پیام ارسال کردن، پیام تصویری و همچنین پیام های کتبی که ملاحظه کردید بازخوانی شده بود در این برنامه پخش شد و شما هم شنیدید. اما برمیگردیم باز هم به نبردها و دستاوردها. یکی از اهداف مهم و جدی حزب کمونیست کارگری ایران همبستگی بین مردم ایران و افغانستان بوده در یک مبارزه مشترک علیه اسلام سیاسی برای نجات جان میلیون ها انسان در افغانستان، میلیون ها زن، میلیون ها جوان، میلیون ها دانشجو، میلیون ها دانش آموز، میلیون ها نوجوان و کودک، میلیون ها انسانی که زندگی حق اونها است، یک زندگی شایسته. با هم در این بخش مراسم یک کلیپ خواهیم دید در رابطه با همین امر. دعوت میکنم که توجه بکنید. برنامه با هم. تابعیت در ایران بر اساس خون تعریف شده است. هیچ یک از اتباع افغانستانی نمی توانند تابعه کشور ایران محسوب شوند. بر اساس تصمیمات دولتی، اقامت مهاجرین و پناهندگان افغانستانی که بر طبق آمایش های 6 ماهه مجاز شمرده می شوند، در 17 استان و 36 شهر در ایران
اکیداً ممنوع است. استخدام مهاجرین در مشاغل دولتی غیر ممکن است. استخدام در شرکت‌های خصوصی نیز تابع مقررات بسیار سخت و نهایتاً موقت و اغلب در کارهای شاق و دستمزد بسیار پایین ممکن است. مهاجرین افغانستانی به دلیل محرومیت از اوراق هویتی کشور ایران حق مالکیت ندارند. از تهیه گواهینامه رانندگی تا خرید سیم کارت تلفن محروم هستند. به همین سیاق ادامه تحصیل در دانشگاه ها نیز تابع شرایط خاصی از ممنوعیت انتخاب رشته تحصیلی، پرداخت هزینه شهریه گزاف و ممنوعیت استخدام پس از فراغت از تحصیل است. برنامه تلویزیونی با هم در همین راستا در کانال جدید از اکتبر سال 2016 شروع به کار کرده است. با هم فراتر از یک برنامه تلویزیونی است. با هم تلاش دارد مردم ایران و مهاجرین افغانستانی را علیه رفتار ضد انسانی حکومت متحد کند. حق شهروندی را برای همه مهاجرین به حق مسلم آنها بدل کند. با هم صدای مهاجرین بیپناه افغانستانی در ایران است. زبان گویای دردهای بیشمار زنان و کودکان و همه مردم شریفی است که از بد حادثه به جمهوری اسلامی پناه آوردند. با هم تا کنون این کمپین ها را سازمان داده و در آنها فعال بوده است. زنان علیه طالبان، کمپین سراسری و بین المللی، برگزاری تظاهرات در 30 شهر جهان، کمپین های دفاع از حقوق زنان، نام من کجاست، علیه حذف نام زنان، کمپین زن علیه زن، نوروز علیه طالبان، نسل کشی در افغانستان، جنبش علیه حجاب، ضرورت سکولاریسم، تهیه بیانیه مهم فعالین مدافع حقوق زنان از افغانستان، کمپین تحصیل حق من است، افشای محرومیت از تحصیل و مدارس خودگردان افغان در ایران، کارزار دفاع از کارگران و مهاجرین افغانستان در ایران، کمپین دفاع از پناهجویان افغانستانی در کشورهای اروپایی، یونان، ترکیه و پاکستان. با هم همچنین با فعالین زنان و تشکل‌های عمده زنان افغانستان در تماس مستقیم بوده و با آنان همکاری داشته است. این تشکل‌ها عبارتند از حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان، زنان عدالت‌جو، تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، جنبش زنان مقتدر افغانستان، زنان افغانستان برای عدالت و آزادی و جنبش آزادی بخش زنان افغانستان. همچنان همراه ما باشید بینندگان گرامی، شرکت کنندگان محترم در 31 سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران که مراسمش رو ملاحظه می‌کنید. پیام‌های دیگری هم دریافت کردیم، پیام‌هایی که بازخوانی شده به مناسبت 31 سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران. مجدداً سپاسگزاری می‌کنم از تمام عزیزانی که از داخل و خارج پیام‌هاشون رو به دست ما رسوندن. با هم بشنویم.
31 سال روز تشکیل حزب کمونیست کارگری را به رهبری حزب، به کادرها، به اعضا و هواداران حزب، به طبقه کارگر ایران و به زنان و مردان مبارز و آزادی خواه و برابری طلب، به جوانان و به هر انسان شریفی که دغدغه آزادی، برابری، رفاه، عدالت اجتماعی، سکولاریزم و آرزوی تحقق یک دنیای بهتر دارد تبریک میگویم. بهترین دلیل محک خوردن تئوری و پراتیک حزب در جامعه، رویکرد اجتماعی سیاسی جامعه، عمومیت یافتن انقلاب به عنوان یگان راه خلاصی از ستمگری، تبعیض، اختناق و سرکوب جمهوری اسلامی است. حزب کمونیست کارگری و رهبری آن مفتخر به این است که همواره چند گام جلوتر از جامعه به مردم راه نشان داده است و همواره مدافع سرسخت و پیگیر انقلاب بوده است. این حزب حزبی بوده است که هرگز خوشبین به بازی‌های اصلاح طلبانه جمهوری اسلامی نبوده و علیه این نمایشات ایستاده آن راه را افشا کرد. این حزب حزبی است که همواره در مقابل انقلابات مخملی و رژیم چنج، طرح‌های فدرالیستی و دائمی کردن هویت‌های قومی ایستاد، از انقلاب مردم و از اصالت راه حل کارگری برای تحقق آزادی، برابری، یک دنیای بهتر دفاع کرد. امروز روزی است که باید پرچم آزادی، برابری بلندتر و کثیرتر از دیگر پرچمها در اجتماعات انقلاب نمایش داده شود و با تکیه به قدرت طبقاتی و پشتوانه عظیم طبقاتی اجتماعی کمونیسم انقلاب را تا رسیدن به پیروزی پیش برده و هدایت کنیم. در پایان به رهبری حزب کمونیست کارگری خاصه رفیق حمید تقوایی برای تلاش‌ها و حضور پررنگ ایشان در پاسخگویی به نیازهای نظری جنبش و حزب دست مریزاد می‌گویم. زنده باد حزب کمونیست کارگری ایران، برقرار باد حاکمیت شوراهای مردم. حمید صداقت، 18/9/1401. رفقا و دوستداران حزب کمونیست کارگری ایران، میخواهم ابتدا یادی بکنم از نماد آزادی و سمبل انقلاب مهسا امینی که جان عزیزش گرفته شد و به جرقه ای برای یک انقلاب تبدیل شد. سر تعظیم فرود می آورم در برابر همه جانباختگان راه آزادی و انقلاب 1401 که در جای جای این مملکت به دست جانیان و جیرخاران حکومت اسلامی جان باختند، خود را در تألم و غم خانواده هایشان شریک می دانم. رفقا، درودهای بیکران خود را در آستانه 31 سالگرد تشکیل حزب نثارتان می‌دارم و این روز مهم را عمیقاً به همه شما تبریک می‌گویم. جا دارد صمیمانه یاد رفیق منصور حکمت، بنیانگذار و لیدر وقت حزب و دیگر رفقای جانباخته‌ای که در آغازین روزهای انقلاب 1401 وجودشان مبرمیتی بیش داشت را گرامی بدارم. از رفیق حمید تقوایی و دیگر رفقای عزیزی که بیدریق و خستگی ناپذیر بر آرمانهای حزب تکیه ورزیده و بیرق حزب را سربلند نگه داشتند نهایت قدردانی را می کنم. هرچند برشمردن همه ادبیات، آموزه‌ها و پراتیک و دستاوردهای حزب مستلزم وقت بسیاری است، من می‌خواهم به چند نکته
تأکید کنم. یک، بارها از دیگر فعالین اپوزیسیون و در اجتماعات و مباحث شنیدم که میگویند شما متفاوتید و حرف چند سال پیشتان الان برای ما مفهوم است و سایرین الان دارند به آن میرسند. من این متفاوت بودن را مدیون ادبیات و تئوری‌های حزبم و لیدرهایی میدانم که از بد به تأسیس حزب در کنارشان بوده و رفیق و آموزگارم بودند. تفاوت‌های ما بار دیگر فقدان زنده یاد منصور حکمت را به یادمان می آورد. دو، انقلاب پیش رو انقلابی سوسیالیستی با خواسته های انسانی و زنانه است که منصور حکمت بیش از 20 سال پیش آن را تبیین نمود. پیامی هم خطاب به مردم انقلابی دارم. مردم انقلابی به سطوح آمده از جور و ستم و بردگی، دوستداران حزب کمونیست کارگری در داخل ایران. این حکومت رزلان و حکام سراپا غرق در جهالت، کاملا متشتت و مستأصل با تیرک‌های لرزانی است که از هم خواهد پاشید، زیرا تاب و یارای استقامت جوانان با شعارهای در هم کوبندشان را ندارد و در سطح بین المللی نیز به شدت منفور و منزوی است. لذا لحظه ای درنگ نکنیم و هر لحظه من را انقلابی بدانیم، کل بساطشان را جمع و پای محاکمشان بکشیم. یک ایران بهتر نزدیک و میسر است. اسعد از سرقز. مجددا سپاسگزاری میکنم از همه دوستان عزیزی که برای این ویژه برنامه برای 31 سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران پیام هاشون رو ارسال کردند. این بخش ویژه برنامه اختصاص داره به پیامی که شرکت کنندگان در این برنامه قصد دارن مطرح بکنن، عنوان بکنن، احساس خودشون رو بگن. یک دقیقه به هر کدوم از دوستان عزیزی که تمایل دارن صحبت بکنن وقت اختصاص داده میشه. از همین الان دوستان گرامی میتونن دستشون رو بالا بگیرن، من اسامی رو مینویسم و جایی که اعلام بکنم که نوبت ها رو میبندیم بدونید که نوبت ها بسته شده به دلیل وقت برنامه که باید سر موقع تموم بکنیم. خواهشم اینه که بعد از اعلام پایان در واقع نوبت ها دستتون رو بالا نگیرید. از همین الان فرصت دارید که دوستان عزیزی که میخوان صحبت بکنن دستشون رو بالا بگیرن. من پیام اسامی رو مینویسم با توجه به نوبت هایی که میبینم. یک دقیقه به هر کدوم از شما دوستان عزیز فرصت اختصاص داده میشه که صحبت بکنید. بفرمایید جلیل جلیلی، نوبت شماست. خیلی ممنون. ضمن اینکه 31 سال تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران را به اعضای حزب، کادرهای حزب، به رهبران حزب تبریک میگم و به همه مردم ایران، به کارگران و به همه انقلابیون تبریک میگم، به خاطر ضیق وقت میخوام فقط به یک نکته اشاره بکنم. من تو بین ایرانی ها که مخالف جمهوری اسلامی هستن ولی هنوز عضو این حزب نیستن و گاهن هم زاویه دارم با این حزب، شنیدم که تو محافل خودشون وقتی صحبت از احزاب میشه، از سازمان های سیاسی میشه، این حزب و حساب این حزب رو جدا میکنه از حساب دیگر، میگن که از این حزب حتی در مقابل مخالفین و کسانی که حمله میکنن به این حزب دفاع میکنن، با وجود اینکه زاویه دارن با این حزب. اعتقاد دارن که وجود این حزب مثبت هستش، با وجود این گفتم که انتقاد دارن. من خطابم به این دوستان، به این مبارزین، به این آدم هایی که خودشون کمونیست هستن، کمونیست میدونن، هستش که فرا میخوانمشون به این حزب بپیوندن. الان زمان تصمیم گیری های بزرگ هستش. ایران در آستانه یک تحول عظیم اجتماعی هستش. وجود شما و پیوستن شما به این حزب میتونه کمک بکنه به این تحول عظیم.
خیلی ممنون که فرصتی بدید. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از شما. نوبت دوست دیگه‌مون که دستشو بالا گرفته صدف کوروشنیا هست. بفرمایید، خواهش میکنم یک دقیقه میکروفون با شماست. سلام میکنم به همه رفقای عزیز، کسایی که این برنامه رو میبینن. تبریک میگم 31 سالگرد تأسیس حزب رو، هم به شما عزیزان که در این اتاق هستین، هم به کسانی که این برنامه رو میشنون و تمام مردم ایران. من خیلی سریع میخوام 4 موردی که واقعا هر وقت که صحبت میشه با کسانی که باور ندارن به این حزب و به جنبش کمونیسم کارگری اعلام میکنم، واقعا میتونم بگم ساکت میشن. یکی این که 30 پیش انقلاب ایران رو زندیات منصور حکمت انقلاب زنانه دونست و ما الان داریم انقلاب زن زندگی آزادی رو میبینیم. یکی این که سال 82 اعدام قتل عمد دولتیست شکست شعارهای این حزب شد سال 1982 و الان میبینیم که از راستترین احزاب هم اعدام رو واقعا منسوخ کردن. یکی این که 5 پیش این حزب رفت سراغ بایکوت جمهوری اسلامی، آفریقای جنوبی زده کردن جمهوری اسلامی و الان تازه تیکه 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 دارن اعلام میکنن این مهم رو. و یکی دیگه هم این مسئله همه با هم که در آخرین کنفرانس این حزب شروع شد و الان واقعا شعار کل معترضین در کل ایران و سراسر دنیا هستش. به قول مسیح علی‌نژاد که برگشت گفت هر چیز خوب از این حزب در اومده و زنده باد حزب، زنده باد خودتون. تبریک میگم بازم بهتون و به امید یک دنیای بهتر برای مردم خوبمون. مرسی. خیلی متشکرم، خیلی ممنون، خیلی به موقع هم صحبتتون رو به پایان رسوندین. اما اسخر کریمی نوبت شما هست، بفرمایید. امیدوارم مشکل فنی رفع شده باشه. الان میکروفون با شماست، بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی متشکرم. حالا نمیتونستم دست بلند کنم. سلام میکنم به شما عزیزان حاضر توی این اتاق و همینطور بینندگان این برنامه و با درود به زنان و دختران، جوانان که پسر و دختر که دارن انقلاب و شجاعانه دارن در ایران به پیش میبرم. من خیلی کوتاه فقط نکته رو بگم که اتفاق خیلی جالبیه که تو 31 سال روز حزب داره همزمان با یه انقلاب عظیمی اتفاق میفته و چقدر وجه مشترک دارن اینا، چقدر آرمانها، آرزوها و خواستهای مشترکی دارن و حتی در یه سطح کلی میشه گفت چه تاریخ مشترکی دارن. مردم انقلاب مردم ایران علیه کل پلیدیهایی که جمهوری اسلامی در طول 43 سال به مردم حاکم کرده و حزب کمونیست کارگری هم در واقع برنامه‌اش، سیاستاش و عملکردش و فعالیتاش علیه کل این پلیدی‌ها بوده و کل ریشه‌های در واقع نظام. به مردم گفتن انقلاب به درد نمیخوره، خشونت، راه حلش اصلاح حکومت یا راه حلش رفراندوم و غیره و غیره است. مردم با پای خودشون به ویژه از سال 96 گفتن نه، راه حل انقلابه و دارن انقلاب میکنن. حزب کمونیست، به حزب کمونیست کارگری هم حمله زیاد شد در طول تمام این سال، ده ها سال که علیه انقلاب و علیه سیاست ها و اهداف این حزب، ولی حزب هم پاشو توی یک کفش کرد، گفت تنها راه انقلابه، تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامیه. و تفاوتی که در واقع و به یه معنا نبض این حزب امروز میبینیم چقدر با این انقلاب داره با هم میزنه، چقدر به هم نیرو میدن، چقدر از همدیگه دارن، مردم انقلاب و حزب چقدر دارن به همدیگه الهام میدن و الهام بخش همدیگه هستن. و منتها حزب تفاوتش اینه که از 43 سال قبل در واقع عمیقا ریشه حزب برمیگرده به 43 سال قبل، هرچند که از نظر تشکیلاتی 31 سال قبل تشکیل شد، ولی تفاوت اینه که حزب عمیقا با تئوری‌های منسجم، با نظرات منسجم، با سیاست‌های منسجمی اون چیزی که امروز مردم رو مردم میخوان و اون چیزی که به خاطرش امروز تو خیابونا هستن یا دست به اعتصاب و اعتراض میزنن رو تئوریزه کرد، تو برنامه‌اش شفاف و روشن گفت و نقش مهمی در شکست در واقع طرح‌های دیگه‌ای بود که یا از طرف اصلاح طلبا یا از طرف بخشی از اپوزیسیون جلوی مردم گذاشت. و به همین دلیل جا داره که اینجا از همه مردمی که دارن انقلاب میکنن، از تمام زنان و مردانی که دارن انقلاب میکنن، از تمام جوانانی که دارن انقلاب میکنن بخوام که به حزب خودشون بپیوندن، به حزب کمونیست کارگری بپیوندن تا انقلاب زن زندگی آزادی رو بتونیم به پیروزی برسونیم. این حزب، حزب به پیروزی رسوندن این انقلاب است. خیلی متشکرم از شما. اسخر کریمی،
رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران. سپاس که با ما هستید بینندگان گرامی و شرکت کنندگان در این ویژه برنامه. نوبت بعدی سپهر گوردین هست. شما بفرمایید میکروفون رو بگیرید. بعد از دوستانی که آخرین نفر میبینید که نوبت گرفتن، خواهشم اینه که دیگه نوبت نگیرید، به دلیل وقت برنامه امکان ادامه برنامه رو نداریم، امکان اضافه کردن وقت نداریم. خواهشم اینه که بعد از اندیشه علی شاهی لطفاً دیگه دست بالا نگیرید. خیلی ممنون. سپهر گوردین بفرمایید، یک دقیقه. تشکر میکنم. با عرض درود و سلام خدمت شما عزیزانی که در این کنفرانس و گرد همایی قرار دارید و کسانی که صدای من رو میشنوید و در آینده شاید خواهید شید در هر کجای جهان که هستید. من سپهرداد گرگین هستم. از یک طرف خیلی خوشحالم که در جشن 31 سالگی سالگرد تأسیس حزب به عنوان شاعر و فعال سیاسی و عضوی از حزب با شما نازنینان همراه هستم. در این یک دقیقه واقعا فرصتی نیست که بخوام من از خوبی ها و چیزهایی که این حزب مطرح میکنه در رابطه با مسائل زندگی به نسل جوان بخوام بگم. فقط همین رو توصیه میکنم که با برنامه های یک دنیای بهتر ما آشنا بشید. هزاران تفکر پشتش هستش، از تفکری برمیگرده که من از کسانی هستم که از انقلاب 1357 به اصطلاح سروایور هستم، یعنی بازمانده اون دوران ها هستم و میدونم که این آرمان ها واقعا به شکست کشوندن 43 سال پیش همین جنایتکاران. و به این حزب بپیوندید، بخونید مطالب این حزب رو، بخونید، آشنا بشید. و من توصیه میکنم به نسل جوان که حزبی هستش که میتونید شما خودتون رو پیدا کنید. اما اجازه بدید برای که در تاریخ ثبت بشه، این روزها واقعا از یک طرف چشمان من گریان هستش به خاطر کشتارها، تجاوزها، شکنجه هایی که این رژیم داره انجام میده در سطح جامعه و اینکه این گلهای زیبای ما رو داره پرپر میکنه و هر کدام از اینها واقعا دل هر انسان رو به درد میاره. من اجازه بدید که همین رو به صورت یک چکامه کوتاه در خدمت شما عزیزان بخونم و این از دل نوشته های مادران و پدران و تمام کسانی است که عزیزی رو از دست دادن. به اسم دلتنگی: اشک ها بی تو چسان با سرازیر شدند، بغض ها هم چه قریبانه گلوگیر شدند. روزهایی که تو رفتی و نبودی با من، کنج تقویم نشستند و زمینگیر شدند. راه ها رد پی پای تو را میگیرند، کوچه ها در غم و اندوه نفسگیر شدند. کاش میشد که فراموش کنم لبخندت، روزهایی که به سر آمد و دلگیر شدند. تک تک یاخته هایم به تو می اندیشند، لحظه هایم همه در پای غمت پیر شدند. کاش انسانیه ها حال مرا بنویسند، لحظه هایی که تو را منتظرم دیر شدند. رفتی و بر در و دیوار دلم غم بارید، گردش عقربه ها از دوران سیر شدند. عاشقانی که به دنبال خودت می بردی، با کمند سر گیسوی تو زنجیر شدن. بهتر از این نشدم شب بنویسم چو سپهر، دردهایش به چسان جاری و تحریف شدن. تقدیم برای تمام گلهایی که ما پرپر کردن اینها و بر زمین ریختن و با امید اینکه هزاران گل دیگر جای این گلها رو بگیرن، با آرمان اونها تعهد ببندن و این انقلاب رو به ثمر برسونن. تشکر میکنم از اینکه به من فرصت دادی که در کنار شما عزیزان به این جشن و به این شادی در این مورد بپردازیم. 31 سال مبارزه. بدرود به شما. بله، ادامه میدیم با دوستان دیگری که در نوبت هستند.
سپاس از شما شرکت کنندگان محترم و همچنین شما بینندگان تلویزیون کانال جدید، بیننده برنامه ویژه به مناسبت 31 سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران هستید. سیما بهاری، نوبت شماست، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام میکنم به همگی، خسته نباشید. میخوام در 31 سالگرد تأسیس حزب با این یه دقیقه‌ای که وقت دارم فقط بگم درود به همه کادرها، فعالین حزب، چه داخل ایران چه در سطح خارج کشور، که علی رغم همه دستگیری‌ها، شکنجه شدن‌ها، فراری شدن‌ها و فشاری که زندگی از هر طرفی برای همه ما آورد، ما آرزوهامون، رویاهای انسانیمون، اونا شکست نخوردن، پافشاری کردیم برای اینکه هممون معتقد بودیم و معتقد هستیم که تغییر شدنی هست، اتفاق میفته. امروز ما در سطح خیابونای ایران با قدمهای مصمم مردم، با مشتهای گره کرده جوونا، با فریاد اعتراضاتشون، این آرزوهای انسانی، این رویاهای قشنگ داره فریاد زده میشه و من بسیار مفتخرم که عضو و فعال حزبی بودم که از بعد به تأسیسش همچنان همین آرزوها رو فریاد زده و شدنی بودن اونها رو تلاش کرده نشون بده، راه نشون بده. ممنونم از وجود کادرهای عزیز و فعالی که تو این صف جنگیدن و در رأس اون حمید تقوایی که با درایت، با راهگشایی های خوب، با تئوری های خوب راهنما و چراغ راهنمای ما بوده و حزب رو به اینجا رسونده. به امید پیروزی، درود به همه شما عزیزان. بله، به امید پیروزی ادامه میدیم. محسن ابراهیمی، من فکر میکنم که دست شما بالا بود و دستتون افتاد، الان خواهش میکنم از شما بفرمایید صحبت بکنید. محسن ابراهیمی، به من فقط یه 2-3 دقیقه وقت بدید لطفا. ببخشید من. بله، خواهش میکنم، منتظر میمونیم. بابک یزدی، شما هم نوبت دارید، بفرمایید، میکروفون با شماست. بله دوستان، خسته نباشید. من تبریک میگم 31 سالگرد حزب را به تک تک شما عزیزان، به اعضای حزب، به همه مردم ایران و به انقلاب ایران. ما همین الان که در اینجا توی جلسه حزب هستیم، همزمان در تورنتو هزاران نفر در چندین کیلومتر در هوای زیر 10 درجه و برفی که داره میاد تو خیابونن و چون لایو برای ما هم میفرستن، دوستانی هستن به اسم عاشقان ایران که اکثرا جوانان انقلابی هستن و در 3 ماه گذشته ما در خیلی موارد در کنار این دوستان بودیم. مرتب شعاراشون داره میاد که اگه اینجا ببینید این آخر شعارشون، یعنی شعارا لایو میفرستن چون چندین کیلومتر مسیر است به بلندگو. دیدید احتمالا من، ایرج، یدی، سرف توی بلند برنامه شرکت میکنیم، باید تو مسیر چندین کیلومتر شعارا رو تکرار میکنیم با بلندگوها برای دیگران. همین الان آخرین شعارش اینه که این آخرین پیام هدف کل نظام است و شعار بعدی هم همینطوری باز نوشتن: بی آر و سلاح ما باشید و انقلاب ما رو بشنوید. میخوام بگم که نبض این حزب حتی در جلسه ای که نشستیم داره با انقلاب و در خارج و داخل با هم میزنه. خسته نباشید، تبریک میگم یه دو دیگه. این سالگرد حزب را زنده باد حزب، زنده باد حمید طقوایی. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما بابک یزدی. از دوستان دیگری که دستشون رو بالا گرفتن، نوبت گرفتن و میخوان صحبت بکنن، سمیر نوری، بفرمایید، میکروفون با شماست. خیلی ممنون، من سلام میکنم، تبریک میگم به تک تک اعضای حزب، به همین مردم ایران، به زنان، جوانان، کارگران، معلمان که در مبارزه هستن با جمهوری اسلامی. حزب امروز ما در مناسبت هستیم، در تشکیل حزبی هست که این حزب به انقلابیگری، به آمانج و آرمان انقلاب آغاز کرد و روزهای بود که در همه دنیا یک چیز خیالی بود. مردم اگر در آغاز نوتهای صده قبلی بگد من حزب انقلابی برای انقلاب و برای سوشالیزم تشکیل میدهم، این حزب آن روز درست شد برای این انقلاب. به نظر من امروز انقلاب ایران یک انقلاب عمیق همی جانبه، یک نقطه قوت این انقلاب وجود این حزب. به نظر من این ادغام این دو
انقلاب ایران و حزب کمونیست کارگری ایران به نظر من سرچشمه آغاز یک انعطاف جهانی می شود. من این به نظر من جای این حزب اینجوری بررسی می کنم که جاش اینجوری پیروزی انقلاب، وجود این حزب و ادغام این حزب به این انقلاب به نظر من دنیا به جای دیگر می چرخنه. و آن روزی که این حزب درست بود به نظر من منصور حکمت جدی این مسئله مطرح کرد و ما در آن وقت تا امروز با این حزب هستیم. این حزب مردم منطقه چشمشان روش هست، فقط مردم ایران نیست، مردم عراق، لبنان، مردم منطقه است، علیه اسلام سیاسی، علیه احزاب انسان کش هستند. برای این من دعوت میکنم از مردم منطقه پشت انقلاب ایران بایستن، با این حزب، با این انقلاب، با انقلاب زن زندگی آزادی، مرأة حیات حریه. خیلی ممنون. بار دیگر تبریک میگم با اسم خودم، با اسم حزب کمونیست کارگری چپ تبریک میگم با آرزوی پیروزی. خیلی متشکرم از شما. برمیگردیم به لیستی که پیش روی من هست. شهلا دانشور بفرمایید. خواهش میکنم میکروفون با شماست. سلام میکنم به همه شما عزیزان، به همه کسانی که این برنامه رو دنبال میکنن. 31 سالگرد حزب کمونیست کارگری رو تبریک میگم به شما کارگران، به شما معلمان، به شما دانشجویان، به شما که این دو شجاعانه در کف خیابون می جنگید. به نظر من حزب یک مؤلفه سیاسی مهمه، درست تو اوضاعی که ما شاهد یک انقلاب هستیم. اون مقطعی که این حزب تشکیل شد گفتن کمونیسم مرد، تو یک همچین مقطعی تشکیل شد. این حزب پرچم زنده بودن کمونیسم، اینکه جواب هست به نجات بشریت رو به دست گرفت. امروز سالگرد حزب مصادفه با یک انقلاب جاری، به انقلابی که شعارش زن زندگی آزادیه، آزادی آزادی آزادیه. و این نشون میده که چطور چه نقش ایفا کرده حزب در کشیده شدن اوضاع به چنین جایی. و همینجا من در این فرصت از این فرصت میخوام استفاده کنم تبریک بگم به عزیزانی که در ایران دور این حزب هستم، با این حزب هستم، پیام های گرمی برای این حزب رسدم و سپاسگزاری کنم و درود بگم به خاطر پیام های زیبایی که فرستادم به کادرهای حزب، به اعضای حزب، به دوستداران حزب که همراه ما هستن الان در این جشن و در این سالگرد. متشکرم. من بیشتر وقت نمیگیرم. خیلی متشکرم از شما شهلا دانشور، دبیر کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری ایران. امیدوارم که محسن ابراهیمی شما الان شرایط صحبت کردن رو داشته باشید. دست شما افتاده بود. من دوباره به شما نوبت میدم. بفرمایید. خواهش می‌کنم میکروفون با شماست. مرسی شیرین عزیز. منم خیلی روشنه که ما انقلابی رو الان داریم از سر میگذاریم که این انقلاب قطعا نه فقط مردم ایران بلکه مردم منطقه و جهان رو به نظر من وارد تاریخ جدیدی میکنه. این کاملا روشنه و این هم خیلی روشنه که این انقلاب نه تنها 10 دیکتاتور مثل خامنه ای رو قطعا میتونه سرنگون کنه. این روشنه برای همه. انقلابی که بالاخره تا همین الان هم تونسته کل جهان رو واقعا مجذوب خودش بکنه، اینا روشنه. ولی یه چیزی که خیلی مهمه، من میخوام اینجا در 31 سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران روش تاکید کنم، این هست که خیلی از انقلابات میتونن دیکتاتورها رو کنار بزنن و انقلاب امروز ایران هم قطعا این کار رو خواهد کرد، ولی این کافی نیست. واقعیت این هست که دیکتاتور کنار میره ولی دیکتاتورهای دیگه هم میتونن بیان سر جاش بشینن. تنها اتفاقی که میتونه انقلاب ایران رو، انقلاب زن زندگی آزادی رو به سرانجام برسونه، به پیروزی برسونه، دیکتاتور رو کنار بزنه
و یه نظام انسانی و یه زندگی انسانی رو سر جاش به جاش بنشونه، این هست که یک حزب سیاسی، یک حزبی مثل حزب کمونیست کارگری که الان در نبردها و دستاوردها دیدین که تاریخ درخشانش چی هست، چنین حزبی در چنین انقلابی نقش مؤثر ایفا کنه و ایفای نقش مؤثر توسط یک چنین حزبی مستلزم این هست که صفوف این حزب گسترده تر و قدرتمندتر باشه. من با جمعی از کارگران نفت که در پیام خودشون اعلام کردن باور کنید که جواب خواهید گرفت، با اشاره به حزب کمونیست کارگر ایران میخوام تأکید کنم باور کنید این انقلاب پیروز میشه، در صورتی که یک حزب سیاسی مثل حزب کمونیست کارگری نقش موثری ایفا کنه و ما داریم به این سمت میریم و ایفای نقش موثر هم تنها در صورتی ممکنه که صف این حزب رو موثرتر، قدرتمندتر، گسترده‌تر و قوی بکنیم. از شما میخوام، فراخوان میدم، شمایی که اعلام کردین این حزب قطعا با این حزب جواب میگیرید، شما که گفتین، یکی از دوستان گفت که هنوز عضو حزب نشدم ولی دوستتون دارم، این کافی نیست، به حزب بپیوندید تا محکم این انقلاب رو به سرانجام و به پیروزی برسونید. بله، شنیدید صحبت‌های محسن ابراهیمی، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران. خیلی متشکرم از همه شما شرکت کنندگان و بینندگان گرامی. ادامه میدیم. حسن صالحی، نوبت بعدی با شماست، بفرمایید. خواهش میکنم، میکروفون با شماست. حسن صالحی، امیدوارم صدای من رو داشته باشید. بله، ظاهراً حسن صالحی یا صدای من رو ندارن یا فعلا امکان صحبت ندارن. بهنام ابراهیم زاده، بفرمایید. خواهش میکنم، میکروفون با شماست. امیدوارم صدای من رو داشته باشید. بهنام ابراهیم زاده، میکروفون صدا با شماست. بفرمایید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما حضار در این چنل و بینندگان تلویزیون کانال جدید. من حقیقتش در شرایط خیلی خاصی هم با حزب آشنا شدم، همین که در شرایط خیلی انقلابی تونستم در 31 سالگرد تأسیس این حزب حضور داشته باشم و خیلی خوشحالم که در شرایطی آزاد میتونم در کنار این حزب باشم. من چون فرصت کمه، منم 31 سالگرد تأسیس حزب و به شما فعالین، به اعضا، به هواداران در داخل و در خارج، به جوانان، به دانشجویان، به کارگران، به معلمان، به همه کسانی که قلبشون با این حزب میتپه تبریک میگم و منم فراخوان میدم که اکنون که در شرایط بسیار حساس و انقلابی قرار داریم، به جوانانی که در کف خیابان با جمهوری اسلامی جنایتکار میجنگند، لازم ضروری ما متشکل تر بشیم و به این حزب بپیوندند. بار دیگه صمیمانه از همه شما عزیزان، دوستان، فعالین حزب که در داخل و خارج واقعا قلبن برای حزب و برای دنیای بهتر و شاد و خلاق تلاش میکنن، تشکر و قدردانی میکنم. ممنونم ازتون، به امید ایرانی آزاد. متشکرم از شما بهنام ابراهیم زاده. حسن صالحی، امیدوارم که الان صدای من رو داشته باشید و امکان صحبت کردن. حسن صالحی، بفرمایید. خواهش میکنم. بله، ادامه میدیم. شمی صلواتی، خواهش میکنم، بفرمایید، میکروفون با شماست. شمی صلواتی، اگر صدای من رو دارید میکروفونتون رو باز بکنید. بسیار خوب، یا صدای من رو ندارن یا امکان صحبت ندارن. نوید محمدی، بفرمایید. خواهش میکنم، نوبت شماست. با درود به حاضرین و بینندگان، با سلام، صدای من میاد؟ اجازه بدید شمی صلواتی، خواهش میکنم. نوید محمدی، بفرمایید، شما ادامه بدید. صدای شما رو دارم. چند لحظه صبر کنید لطفا. شمی صلواتی، نوید محمدی، بفرمایید، خواهش میکنم، شما ادامه بدید. با درود به حاضرین و بینندگان کانال جدید. من یادمه که در یکی از پلنوم های چندین سال پیش یه سوالی کردم که بالاخره حزب فقط با شاخص ها خودشو معرفی میکنه و تو جامعه ما چطور باید نشون بدیم که حزب هست، که حزب وجود داره و حزب منشأ اثره. به هر حال
بعد از این انقلابی که شروع شد ما واقعا میبینیم که دیگه واقعا به شاخص ها احتیاج نداریم و میبینیم که تو کف خیابون، تو کارخانه ها، تو مدارس و دانشگاه ها و میشنویم که علناً این صحبت ها و این گفته های حزب در عرصه مبارزه گفته میشه و ما این منشه اثر حزب رو داریم میبینیم، چه در علیه اعدام باشه، چه علیه حجاب باشه، چه پیام انقلاب زنانه باشه و چه همین زن زندگی آزادی که پیام معیشت، منزلت و رفاه به مردم میده. ما اینها رو که چندین دهه است صحبت ها و پیام ها و ادبیات حزب هستش داریم تو کف خیابون میشنویم و این افتخار آمیز است برای ما و برای همه مردم ایران که بتونیم با این راه حل جمهوری اسلامی سرنگون بکنیم بلد. و یک کشوری آزاد و آباد و با رفاه وجود بیاریم. مرسی ممنون. خیلی متشکرم از شما شمی صلواتی، امیدوارم که الان مشکل فنی شما حل شده باشه. بفرمایید، خواهش می‌کنم شمی صلواتی. سلام به شما، مشکل فنی من حل شده. خب اگه اجازه بدین که ادامه بدم. بله بفهمید، خواهش میکنم. زنده باشی. من خوشحالم که واقعا قلبا با تمام وجود خوشحالم که از بطو این حزب با این حزب بودم و با تمام وجود با این حزبم. من با یاد زنده یادان ایرج فرزاد، منصور فرزاد و خیلی از رفقای جان باخته دیگه، بخصوص منصور حکمت عزیز که نیستن این انقلاب رو ببینن، واقعا متاسفم. ولی از همه شما عزیزان میخوام، از کادرای حزب میخوام، از هوادار، عضو، هر کجا که هستی با این حزب هستی، قلبا با این حزب باش، پرکار باش، متحد باش. اگر ما با هم باشیم این انقلاب به اون ایدئالی که میخوایم میرسه. مهم نیست در اول صف باشیم یا آخر صف، مهم اینه ارزش‌های انسانی تو ایران با وجود ما، با قدرت ما، با اتحاد ما، با فعالیت‌های گسترده ما تحقق پیدا میکنه، همونطور که انقلاب زنانه رو داریم با چشم خویش میبینیم، ذوق زده میشیم، اشک میریزیم و شوق ادامه مبارزه تو وجودمون موج میزنه. پس به جلو میریم، متحد، یک پارچه، با عزمی راسخ و توانا. زنده باد انقلاب زنانه. ما واقعا بیشماریم، ما یک حزب اجتماعی هستیم چون افکارمون اجتماعیه، چون اعتقاداتمون از میان مردم برخواسته، از رنج هاست، برای پایان رنج هاست. بیشتر از این فرصت نمیخوام ادامه بدم. درود به همه شما، زنده باد انقلاب زنانه، زنده باد همه رفقای عزیز و پرکار، زنده باد حزب کمونیست کارگری، راهروباد سوسیالیسم آزادی. سپاسگزارم از شما. همراهان گرامی، شرکت کنندگان محترم، بینندگان تلویزیون کانال جدید، حدوداً 2 ساعت و 20 دقیقه از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم. در دقایق پایانی برنامه هستیم. 3 نفر دیگه از دوستان دستشون رو بالا گرفته بودن. کاظم نیکخواه، بفرمایید، خواهش میکنم، میکروفون با شماست. با درود به همه شما دوستان عزیزی که شرکت دارین و همه کسانی که صدای ما رو میشنوین، منم بسیار بسیار خوشحالم که تو جمعتون هستم و در کنار هم هستیم. حزب کمونیست کارگری مثل همه احزاب، یعنی یک سری سیاست ها، جهتگیری ها، سنت ها و روش ها و خلاصه دفاع از یک سری آمال و آرزوها، از این زاویه که نگاه کنیم امروز بیشتر از هر زمانی حزب کمونیست کارگری رو تو خیابونای ایران میبینیم. این حزبی بوده که از ابتدا از سرنگونی کل جمهوری اسلامی از دفاع کرده با کل سنت‌ها و قوانینش،
از انقلاب، انقلاب همه جانبه، انقلاب همگانی، انقلاب فراگیر دفاع کرده. حزبی بوده که بدون لکنت علیه اعدام، علیه سنگسار، علیه مذهب، علیه سنت‌های حاکم، علیه تبعیضات طبقاتی، برای رفاه همه مردم، برای زندگی انسانی، برای همه مردم دفاع کرده. به امروز انقلابی انسانی تو اون جامعه داره جریان پیدا میکنه. پیام‌هایی که من الان شنیدم از داخل ایران واقعا شورانگیز بود و همین لیدر رو، همین واقعیت رو به زبانی بسیار تکندهنده بیان میکرد. اشک تو چشمای من جمع شده بود و نشون میداد که حزب کمونیست کارگری تو وسط خیابون هاست و روزی که همین ایده ها، همین انقلاب انسانی بخواد گام های عملیش رو برای پیاده کردن سنتاش، آمالش، اهداف مردم برداره، متوجه میشه بیشتر از هر زمانی که فقط یک حزبه که از همه این آرزوها با تمام وجود، با تمام فشار و قدرتش دفاع میکنه و خیلی متشکرم، تلاش میکنه اون رو جلو ببره. تشکر میکنم ازتون و به همه شما درود میگم. زنده باشین. ممنون. متشکرم از شما. طبق لیستی که من در دست دارم، دو نفر دیگه از شرکت کنندگان در این مراسم نوبت دارن. نسان نودینیان، بفرمایید، میکروفون با شماست. نسان نودینیان، امیدوارم صدای من رو داشته باشید. منم از شما شیرین عزیز و دوستای گرامی در این جلسه و بینندگان گرامی تشکر میکنم و ضمن عرض سلام، 31 سال روز حزب کمونیسم کارگری را به همگان تبریک میگم. ما در شرایطی وارد این 31 روز شدیم که یه انقلاب عظیم در ایران جاریه. ما اگر پارسال بود توی شرایط روتین با خواستها و مطالباتی که در اعتصابها و اعتراضات در مناطق مختلف در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها روبرو بودیم، اما امسال در آستانه این 31 سال روز ما در سطح سراسری ایران داریم یه انقلاب با نماد زن، زندگی، آزادی رو پیش میبریم. شرایط متفاوته. اینجا اجازه میخوام به عنوان کسی که هر روز خطاب به مردم کردستان صحبت می کنم و کار می کنم، از مردم عزیز کردستان بخوام که تحزب و سنت حزبی شدن در کردستان قویه. در آستانه این انقلاب جاری، انقلابی که در کردستان با صدای جن جیان آزادی تنین انداز شده، اعتصاب و مبارزه هر روز در جریان، جان صدها نفر رو گرفتن، مردم رو قتل عام کردن، جواب ما پیوستن به حزب کمونیسم کارگریه. سنت تحزب در کردستان قویه. بیایید با هم این سنت رو با متشکل شدن در حزب کمونیست کارگری قوی بکنیم. راه ما و آرمان ما مشترکه و این شعار انقلاب جن جیان آزادی را ما میتوانیم با آرمانهای انسانی و قوی و برای زندگی بهتر تضمین بکنیم. با هم این انقلاب رو در سطح سراسری ایران حتما به پیروزی خواهیم رساند. درود بر شما و تشکر از کانال جدید که خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. دوستان گرامی، در دقایق پایانی این مراسم هستیم. خواهش میکنم دوستانی که در نوبت‌های آتی هستن خیلی خیلی کوتاه صحبت بکنید. عبدالله گلپریان، شما اینجا اعلام کردی که دستتون افتاده. من با توجه به اینکه لیست رو بستیم، اما اینجا چون نوشتید دستتون افتاده بوده، من به شما نوبت میدم. اما چون آخرین نوبت رو اعلام کرده بودم اندیشه علی شاهی، اجازه بدید اندیشه علی شاهی صحبت بکنن. اندیشه علی شاهی، بفرمایید. خواهش میکنم.
خب با سلام به همه دوستان، رفقا و رهبری حزب در 31 سالگرد حزب. به همه تبریک میگم، به همه کسایی که با فعالیت‌های خستگی ناپذیر خودشون در این حزب هنوز بعد از سالهای سال همگام و همراه این حزب و با اعتقاد به این حزب و خطی که این حزب داشته در هر جای دنیا همراهی کردن، فعالیت کردن و امروز میبینن که انقلابی که در درون ایران، در داخل ایران داره پیش میره، نتیجه همین اعتقادات، همین رهبری ها و همین فعالیت هایی هست که ما انجام دادیم. دست همه رو از راه دور میفشارم و امیدوارم که در ادامه این انقلاب باز هم بتونیم هرچی مستحکمتر، هرچی با فعالیت های خیلی بیشتر در کنار هم دیگه بتونیم این انقلاب رو ادامه بدیم. و یک پیام بسیار کوچکی دارم برای تمام کسایی که هنوز تا به حال به این حزب نپیوستن، بتونن بیان و عضو این حزب بشن، در کادرهای حزب فعالیت بکنن، چرا که این حزب خود شماست. خیلی متشکرم. ممنون از شما. نفر آخری که در این بخش صحبت خواهد کرد عبدالگلپریان هست، با توجه به اینکه نوشته بودن دستشون افتاده. عبدالگلپریان بفرمایید، خواهش میکنم، میکروفون با شماست. دوستان دیگری هم در قسمت بخش نوشتاری این اتاق دارن پیام هاشون رو مینویسن. خیلی متشکرم از همگی، من حتما اسامی شما رو اعلام خواهم کرد. عبدالگلپریان بفرمایید، میکروفون با شماست. بار درود گرم به همه عزیزان که در این جلسه و در این مناسبت شرکت دارن و با درود گرم به مردم مبارز و انقلابی در ایران و کسانی که این برنامه را میبینن و تبریک 31 سال تأسیس حزب کمونیست کارگری. دستاوردها و نبردها همه چیز رو گفت و اگه قرار باشه در مورد اینکه 31 سال قبل تا امروز حزب کمونیست کارگری چی میخواست، برای این روز ساخته شد و میخواست چنین شرایطی رقم بخوره. من دوست دارم فقط همینجا خطاب به مردم آزاده، خطاب به زنان، خطاب به جوانان بگم که به حزب خودتون، به حزب کمونیست کارگری بپیوندید که تنها جواب حزبه. مرسی. خیلی متشکرم از شما. عبدالگلپریان، دبیر کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران. عذر ما رو بپذیرید دوستان گرامی، بیشتر از این به خاطر کم بوده وقت نمیتونیم نوبت بدیم. حتما همه شما تلاش دوست داشتید صحبت بکنید، تلاش کردید نوبت بگیرید، اما نوبت ها بسته شده بود. من فقط اینجا یکی از دوستانی که پیامش رو ارسال کرده به صورت متن نوشتاری، جمیله نقدی، نوشته: دوستان و رفقای گرامی، سالگرد حزب را به همگی تبریک عرض میکنم به امید پیروزی انقلاب. و همچنین یکی دیگر از دوستانمون، بهرام فاطمی از اتاوا، پیام فرستادن که من پیامشون رو میخونم. رفقای گرامی حزب کمونیست کارگری، سال روز تولد حزب پرکار و پر افتخار حزب کمونیست کارگری را به همه شما اعضا و هواداران حزب در سراسر دنیا تبریک میگویم و همبستگی عمیق خود را به شما عزیزان تقدیم میکنم. انقلاب حاضر نماد واقعی خواسته ها و سیاست های کلان حزب می باشد که برای آن بیش از 3 دهه و به طور غیر مستقیم بیش از 4 دهه فعالیت شبانه روزی کرده. در دورانی که کلمه کمونیست، کمونیسم، سوسیالیسم یک تابو در اکثر جوامع محسوب می شود، حزب کمونیست کارگری گفتمان مدرن و انسانی را بر روی میز گذاشته که می توان توجه ها رو جلب کرد. البته کلمه آخرش رو توجه ها رو جلب کرد رو من خودم اضافه کردم چون دیگه ادامه نداشت. اسماعیل مردوخی هم برای ما نوشته: تبریک میگویم به حزب رزمنده و پیشرو، حزب کمونیست کارگری ایران، و زنده باد انقلاب. خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز، شرکت کنندگان در این
ویژه برنامه. سیامک بهاری از دست‌اندرکاران این ویژه برنامه هم اینجا سخنی با شما شرکت کنندگان محترم و بینندگان گرامی دارن. سیامک بهاری بفرمایید، خواهش میکنم، میکروفون با شماست. خیلی ممنونم. سال 31مین سالگرد حزب کمونیست کارگری رو صمیمانه به همه شما، به مردم آزاده، به خانواده بزرگ جان باختگان و همه خانواده هایی که در سوی عزیزانشون هستن و به همه زنان و مردان شجاع و جسوری که خیابون ها رو به تصرف خودشون در میارن تبریک میگم. این حزب کمونیست کارگری ایرانه. صدای ما رو در خیابان ها میشنوید، صدای ما رو در سلول های زندان ها میشنوید، صدای ما رو در کارخانه جات میشنوید. این حزب کمونیست کارگری ایرانه. در رژه پر افتخار شما علیه جمهوری اسلامی، صدای ما رو در خراب کردن و ویران کردن حکومت و جمهوری اسلامی ایران میشنوید. من فرصت دیگه ای ندارم جز این که از همه شما که در این مراسم شرکت کردید تشکر کنم و همینطور عزیزانی که برای این مراسم زحمت کشیدن و قبول وظیفه کردن: میلاد رابعی عزیز، سیما بهاری، مصطفی صابر، محسن ابراهیمی، اصغر کریمی، کیوان جاوید، کیان آذر، میثم عتیق و همینطور شما شیرین شمس عزیز. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی متشکرم از شما سیامک بهاری و همچنین شما شرکت کنندگان محترم در این ویژه برنامه مراسم 31مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری ایران. و همچنین سپاس از شما بینندگان گرامی که همراه ما بودید در این ویژه برنامه، بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید که همراه همیشگی ما هستید، چه شما بینندگانی که از طریق ماهواره این برنامه رو دنبال کردید، چه شما بینندگان گرامی که از طریق پلتفرم های تلویزیون کانال جدید در شبکه‌های اجتماعی بیننده این برنامه بودید. انقلاب، انقلاب جاری، این انقلاب تمام عیار حزب ما رو فرا می‌خواند. حزبی که شبانه روز برای انسانیت، برای انسان و ارزش‌های انسانی، برای یک دنیای بهتر، برای یک دنیای شایسته انسانی مبارزه کرده. عزم ما جزم است و روز به روز هم قوی تر می شود. بله، ما عزم جزم کرده ایم که این انقلاب را پیروز کنیم و این پیروزی با پیوستن هر چه بیشتر زنان، جوانان، آتئیست ها، رنگین کمانی ها، دانشجویان، کارگران و معلمان و همه انسان های آزاده، انسان های مبارز و آزادی خواه به این حزب قطعاً هرچه سریع‌تر محقق خواهد شد. فراخوان ما این است که به حزب کمونیست کارگری ایران، به حزب خودتان بپیوندید. زنده باد شما مردم آزاده و تاریخ ساز. زنده باد حزب، زنده باد انقلاب. اینجا من شیرین شمس به همراه کیان آذر، مدیریت تلویزیون کانال جدید، و میثم عتیق از همکاران این برنامه شما رو به لحظات خوبی می سپارم. تندرست باشید و همچنان بیننده تلویزیون کانال جدید.